عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز جمعه است، 18 ماه دسامبر سال 2020 و ساعت هم هست 2 بعد از ظهر، 14 به وقت اونایی که با ساعت‌های رادیو یا ارتشی آشنا هستن، به وقت نیویورک شرق آمریکا، واشنگتن پایتخت آمریکا، و ساعت 11 صبح به وقت کالیفرنیا. ضمناً امروز برابر میشه با 28 آذر ماه 1399، یکی دو روز دیگه هنوز پاییزه، بعدش میشه شب یلدا و زمستان. فیلمایی رو میدیدم که توی ایران گله میکنن از گرونی و شب یلدا و اینها. حالا این آخونده به مردم میگن نخورین نخرین، ولی خب واقعا اگه ندارید خوراک نخرید، مهمونی نذارید، اگرم مهمون دعوت نمی کنید خودتون نخورید. بابا جون این شب یلدا مال موقعی بود که نه تلویزیونی بود، نه برقی بود، نه چیزی بود، چون ملت عادت کرده بودن به یه مقداری خواب، بعد اون شب طولانی تره برای که یکی دو ساعت بیدار باشن دور هم می نشستن. کاسه شعر، برید تحقیق کنید، کاسه شعر می خوندن، آجیل می خوردن، بعدم می خوابیدن. خب فیلم خوب سراغ دارید معرفی کنید. والا فیلم های ایرانی اعصابم خرد شده از دستشون، اینقدر فس فس می کنن که حوصله آدم سر میره. خیلی خوشحالم که آقای مانی خورسندی مثل که از زندان فیسبوک آزاد شده و میتونه با ما باشه، چون دو سه هفته گذشته هر دفعه مینوشت که من برای یه دلیلی نمیتونم با شماها باشم. در صورت میبینم امروز اینجاست، خیلی خوشحالم. و این میشه آخرین هفته، نه 25 هم داریم، فکر کردم آخرین جمعه سال 2020 هست، ولی هنوز 25 دسامبر رو هم داریم که 25 دسامبر میشه روز کریسمس. البته در رابطه با تولد عیسی مسیح و روز 25 و اینها هزار تا داستان که همم دروغه، همم قلابیه. مثلا شما این درخت کریسمس، درخت کاج رو ربط بدین با بتلهم، بتلهم هم بیت الحرام چیز میشه میدل ایست. ببینید اصلا یه چیزای علکی، بیشترش هم این دوستان کلیمی، برادران جود شیرازی خودمون اینو راه انداختن که ملت پول خرج کنن. در صورت ما هم این فیلم ها رو که میبینیم واقعا متاثر میشیم. 4 تا سیب و نمیدونم 4 تا چی و اینها، انار و هندونه و فلان اینا، 50,000 تومان. البته خب یادتونم باشه الان حقوقا نقل میلیونی معلم، تا چند مدت پیش میگفتن 3 میلیون 4 میلیون، الان لابد بیشتره. ولی از اون برم آقای روحانی بهمون 100,000 تومان، ما که نه، 100,000 تومان پول میده، انگار که 100,000 تومان وقتی 2 تا پاکت میوه میشه 50,000 تومان، 100,000 تومان چیزی نمیشه. میگه که دکان مذهبی ها انتها نداره. آی گفتی دکان چی آقا؟ اینا وقتا یادتون میگفتن یک سوپرمارکتی زده دو نبش، اینجا میگن کورنر، دو نبش، که هم فروش خیابون اینوری هم خیابون اینوری. این یه سوپرمارکتیه که 4 نبشه، یعنی انقدر بزرگه که این ورش این خیابونه، اون ورش این خیابونه، اون ورش اون خیابونه و اون ورش هم اون خیابونه. و به مردم سادلو، مهربان، خوشباور جنسی رو که ندارن میفروشن. باورت میشه جنسی رو که اینا نیاوردن تو مغازشون پیش فروش میکنن، پولش رو از شما میگیره، میگه حالا من با این پول میرم خوش میگذرونم، جنس رو تو دنیای دیگه بهت میدم. و یه سری هم هستن یا صادقانه یا احمقانه میرن و میگیرن. میگه خلاصه تونستم پیدا کنم برنامه را در فیسبوک. آقا این فیک بوغه، فیک یعنی قلابی، بوغم یعنی هر کسی داره داد میزنه. من پریروزا نوم اومده بود اینجا، یک ما میگفتیم فلوت ولی اینجا میگن ریکورده. اینو باور کنید ما 30 سال داریم، بچه هامون چیزا رو خوب نگه میداره، خراب نمیکنه. و اینو دادم دستش، همین جوری فوت میکرد و میخندید، خوشحال بود که ازش صدا در میاد. و من فکر کردم که ماها هم این فیسبوک برامون شده همین فلوت که میگیریم دستمون،
بدون اینکه بلد باشیم. خب من اینو اگه بدم به آقای کاووسی یه آهنگ قشنگی از توش در میاد، یادم میاد سالها پیش بهش باختم سر ماجرای تعداد با سوادها یا تعداد بی سوادهای کوبا، و من فکر نمیکردم که در کوبا بی سواد وجود نداشته باشه. با قلدری گفتم آقا مگه میشه، باختیم در قبالش هم اون فلوت رو دادیم و دیدم توی یکی از برنامه ها فلوت میزنه، اون فرق میکنه با منی که بلد نیستم، میگیرم دستم هی سوت میکنم. میگن که 1.5 کیلو موز 50,000 تومان. آقا اینجا موزا رو اینقدر ارزون میدن، وقتی هم ما میخوایم کم بخریم نیست، بسته بزرگ میخریم میاریم نصفش له میشه، آدم دلش هم میسوزه. همون موقع آدم میاد چهارراه زند، این اولین باری که موز دیدیم اونجا بود، یه چیزای سیاه انقدی زشتی، دونه 2 تومن. اون وقتا روزونه ما 5,000 بود، پولمون رو جمع میکردیم که آخر هفته بریم سینما. اون وقت موز 2 تومن، بادام هندی میخریدیم 1 تومن، والا نمیدونم یه 10 تایی میشد، من و پسرمون میشمردیم اینا رو، شریک میشدیم، بعدم یک یکی مینداختیم، ولی چه مزه‌ای میداد. حالا میری کاسکو یه قوطی بادام هندی بهت میده، اینقدر میذاریش اینجا، هی میری و میای، جرات نمیکنی بخوری، چربیه، وزنت زیاد میشه، نمیدونم کلسترولت بالا میره. در اصل نمیدونم، شاید آخوندا به فکر سلامتی شما هستن، چیزها رو گرون کردن که نتونید بخورید. همه برگردیم به اون هیکلای سالای 57 و قبلش، حتی موقعی که دانشجو یا سرباز بودیم و اینها. در هر صورت یه اتفاقی میفته حتما آقای زمانی، چون دیگه الان چیز شده به اصطلاح، خود آخوندا هم اون آقای عابدینیه یا یکی دیگرش هست که به خامنه‌ای گفته باید توبه کنی، باید عذرخواهی کنی، زم رو شهید خونده. بذارید دوستان من یه چیزی رو بهتون بگم. من امروز از یکی دعوت کرده بودم که خبرنگاری هست، جوونه، توی زندان ایران بوده، بعد اومده اینجا دردسر داشته با افرادی مثل نوریزاده، مثل اونایی که تو وایس آف امریکا صحبت میکردن و اینها، حتی با حسیبی اینو گزارش داده بود مثلا به FBI و اینها. بعد بهش گفتم آقا من برنامه شما رو دیدم، شما راجع به زم اینو میگی، من میخوام با شما مصاحبه کنم. گفت آقا، همینجوری هم به منم به جای کاکو میگه، کاکو من تو برنامه اونجوری گفتم، چون مردم ایران که نمیشه بهشون حقیقت بگی. گفتم آقا خب این چه کاری شما میکنید، والا برنامه نذارید، بگید رفتیم مسافرت و اینها، میتونید بهتر از زیرش در برید، ولی وقتی میاین آقا، آقای زم شمشیر رو از رو بسته بود. تا موقعی که اصلاح طلب بود آخونده هم کاری باش نداشتن. اصلا این اصلاح طلب یه چیزیه که آخونده درست کردن که هر کی بگه آقا حکومتتون دیکتاتوری، بگه آقا دیکتاتوری چیه، نگاه کنید یادتون زمان شاه میگه حزب ملت، حزب ایران، اوکی، دوتا حزب درست میکنه، دوتاش مال خودشه، اصلاح طلب و این، دوتاش مال آخوندان، ولی اون میگه تندروه، این یکی میگه اصلاح طلب. تا موقعی که زم اصلاح طلب بود آخوندان کاری بهش نداشتن. وقتی زم بادش کردین، یه برنامه بسیار خوبی اون آقای شهرام همایون درست کرده، خیلی قشنگ بود، یکی دو روز بعد از به اصطلاح اعدام روح الله زم، میگفت که آقا اینو بادش کردن، این بیچاره کننده نبود، بلد نبود، آقا این به خاطری که باباش آخوند بوده، دسترسی داشته، روزی که خبرنگاران نمیتونستن یه دوربین بخرن، ایشون پول مفت مردمو که خمس و زکات داده بودن رفته دوربین خریده، وسیله خریده، نمیدونم گزارشگر شده. چه نوشته ای، چه مطلبی شما از زم خوندید؟ مطلبشو بفرستین اینجا من بخونم که به این میگین گزارشگر. چه گزارشی که یه مش دروغ آخوندار رو از خودشون به این نفوذ کرده بودن دادن به خورد من و شما داد. آخه انصاف داشته باشید آقای فرهودی، وظیفه شماست امروز، ما نمیدونیم هفته چند از این پول گرفتی، ولی وظیفه شماست که بیاید بگی بابا این بیچاره رو بادش کردن، انقدر بادش کردن آماده ترکیدن، ما شیرازی ها میگیم ترکیدن، پوکیدن. بعد آخوندها یه سوزن کوچولو زدن به ایشون،
ترکید و هممون هم فکر میکردیم که آقا اینو نمیکشن چون بچه آخونده، اینجور میشه اونجور میشه، ولی آخونده بازم برای که بگی شماها همتون اشتباه میکنین کشتنش، اعدامش کردن. و من و تویی که تا دیروز راجع به فخری زاده صحبت میکردیم یه دفعه شدیم متخصص زم. دوست اون آقای شیرزاد جلیلی پیام گذاشته بود خیلی ممنون که آقا فلانی هست که میاد تو برنامه گاهی وقتی ابراز دوستی با شما میکنه، این رفته بود تو برنامه تلویزیون میهنتور. کی بود بهش گفت تلویزیون میهنتور؟ تلویزیون میهنتور. و اونجا میگفت که سوربی مأمور جمهوری اسلامیه. گفتم آقا بذار بگن، اشکالی نداره، اینها دانسته و ندانسته دارن برای آخوندها کار میکنن. اگه پول میگیرن خب اینجوری پولشون حلالشون میشه، ولی اگه پول نمیگیرن دارن مجانی این کارو میکنن. یکی از اونهایی که این کار رو انجام میده برادر آقای عباس سعیدیه. بذارید حالا ما یه تبلیغ مجانی هم برای آقای سعیدی انجام بدیم، شما رو ببریم روی ویدیوی ایشون، روی فیسبوک ایشون، عباس سعیدی پور. آقایون خانوما، سعیدی پور رو شما سرهم نمی نویسی توی ایرانی، می نویسی عباس سعیدی پور. آقا به انگلیسی هم همین جوری بنویسی، من نمیدونم چه مرضی داریم ما، انگلیسی که میخوایم بنویسیم دست پامونو گم میکنیم. در هر صورت این آقای عباس سعیدی پور، بریم صفحهش رو نگاه کنیم، معمولا چیزی نمیذاره روی صفحهش. خب ایشون که قبلا متریالیستیک بوده و دنبال متریالیزم بوده و فلان، حالا عوض شده، دوباره برگشته شاه اللهی شده. و این بدبختی ماه، کسایی که اون موقع فکر میکردن یه چیزی میدونن بعدن فهمیدن که هیچ چیزی نمیدونن. بفرما این آقای عباس سعیدی پور، شما فیسبوک ایشون رو نگاه کن، میای پایین این ور عکس رضا پهلوی رو گذاشته، تبلیغ مجانی برای اون، بعد نوشته ضمن تشکر از کانال کوچه بیایید پیشنهاد هموطن عزیز خود در انتهای این کلیپ را برای مبارزه با سیاست‌های ضد ملی جمهوری اسلامی به خواست عمومی تبدیل کنیم. خب آقا بهتر بود اونو مینوشتی که ما بفهمیم چیه. در هر صورت شما برید اینجا، آقای عباس سعیدی رو من سالها میشناسم، اولین بار از طریق بهکام تلویزیون یادم نیست چی بود، از طریق اون شناختم و دیدم یه آقای میاد مؤدبه، با همه صحبت میکنه و اینها، به کسی توهین نمیکنه، نظرات خودش رو میگه. من با نظراتش مخالف بودم ولی منم هیچ وقت به اون توهین نمیکردم، تا اینکه یه دفعه هم اتفاقا از راه پنسیلوانیا میمدم با ایشون صحبت میکردم، ایشون به من گفت که یکی از مخالفین داداش مخالفین من داداش ایشون هست. گفتم چه بهتر، خب بیارش صحبت کنیم. من یادم سالها پیش قبل از اینکه آقای طاهر ممتاز فوت کنه، طاهر ممتاز برادر آقای تقی مختار، حتی وقتی که توی عروسی اینجا دعوت شده بود با هم سلام علیک کردیم و اینها، بعد گفت منو میشناسی؟ گفتم نه. گفت من طاهر ممتاز هستم. گفتم آها. بعد آقای مختار اومد گفت آقا این برادر منه. گفتم خب فامیلتون چیه؟ آقای مختار یه تعریف خیلی قشنگی داره که هر کدام از این برادرها فامیل مختلفی دارن و خیلی جالبه. خلاصه اون آقای طاهر ممتاز هم تا روزی که فوت شده از دنیا رفت مخالف من بود، ولی هرگز ما با هم بی احترامی نکردیم. ولی این آقای فکر کنم اسم داداش عباس سعیدی، عابده یا عباد سعیدی یادم نیست چون بلاکش کردم، دیدم که ورداشته زیر یه چیزی نوشته به سوربی توجه نکنید چون این حامی دموکرات ها و آخونداست. ببینید یه نفر چقدر باید ابله باشه، چقدر باید نادان باشه، با وجود که داداش آقای سعیدیه چقدر باید الاغ باشه که هر کسی رو که مخالف خودشه اینو ببنده به یه جایی و اونم مجانی. آقا بنده در آمریکا زندگی میکنم، مردک، نادان، احمق، من حق دارم. این دوتا حزب هیچ، حزب ایندیپندنت هیچ، حزب دیگری باشه حمایت کنم، دوست داشته باشم، دنبالشون برم. و وقتی شما میگی حامی، ما ایرانی ها که حمایت نمی کنیم که بمانه. بله آقای معبودی میگه دقیقا همینطوره، امثال زم و امید دانا و فخرآور همشون بازیچه و ساخت پرداخته جمهوری اسلامی هست. اینا همشون یه شکل هستن، اول مخالف بودن،
دستگیر شدن، یه مدت زندان بودن و همشون اومدن خارج، یعنی سناریو کاملا یک شکل و هر کدام یک تاریخ مصرف دارن. شما ببین همین آقای زم قلم گرفته دستش روی این وایت بورد، این صفحه تابلوهای سفید با ماژیک می‌نویسه یا با شارپی، به فخرآور که میرسه میگه فخرآور که یه هرزه سیاسیه. به کی ما میگیم هرزه؟ کسایی که خودفروش هستن. حالا این فخرآور که برید نگاه کنید اونجایی که بنویسید سربی فخرآور، که این آقای فرهاد پارسی زنگ زد آقا شما تو کدوم زندان بودی؟ گفت زندان عادل‌آباد. گفت تو کدوم قسمتش بودی؟ برنامه رو ول کرد رفت. فخرآور امید دانا وقتی اومد اینجا شما نمیدونی برای یه سال دو سال چه فحشایی به من میداد که چرا من دارم انتقاد میکنم از آقای رضا پهلوی. حالا ببینید خودش چگونه عوض شده و من هنوزم باور میکنم که این امید دانا یه وزنهی به یه جاش بستن، که یه بندی به یه جاش بستن که اگه حرفی بزنه میکشنش. کجا نمیدونم، حالا بعدن معلوم میشه. ویلا چجوری امکان داره یه نفر از این رو به اون رو بشه، بیاد نمیدونم خامنه ای رو با کوروش کبیر مقایسه کنه، اون سردار نمیدونم سلیمانی رو با فلانی مقایسه کنه. ولی بمانه درباره زم چون اطلاع ندارید حرفی نزنید، حدس و گمان را بگذارید برای شایع سازن. آقا اطلاع داریم عزیز من، چرا اطلاع نداریم؟ ویدیوهای خودش موجوده، ویدیویی که کسی میاد با فرهودی میشینه برنامه میذاره، بعد ویدیوی لو رفته اون کس نفوذی میاد این راجع به فرهودی هم فوش میده. خب اینه که دیگه میشه قضاوت کنی؟ شما چرا میگی قضاوت نکنیم؟ چرا میگی نظر ندیم؟ خب یعنی هممون گنگ باشیم، کور باشیم، کر باشیم؟ اینم که شد انتخابات آمریکا. یعنی من نمیفهمم که این آقای زم که دو بار از طریق اسکایپ، زمانش هست اسکایپ هم بیارم زمانش صفحش هست، با من صحبت کرد و میخواست مردمریپورت.com رو از من مجانی بگیره. این آقای زم در طی این زمانی که آمد و از آمد نیوز شروع کرد و بعد برنامه گذاشت و بعد برانداز شد و بعد دستور بمب ساختن رو گفت و بعد نمیدونم اخبار زیر لحاف خامنه ای رو آمد گفت و اینا، برای چی بود اینجوری زود اعدامش کردن؟ برای که این یه چیزایی رو گفته بود که نباید میگفت. چرا شما میگی حرف نزنیم؟ شما هم بیا حرف بزن، بذار منم حرفمو بزنم. اون وقت بیننده میگه آها ببین این سربی بی انصافه. آقای زم کارش درست بود؟ خب شما برو دنبالش ادامهش بده. من به این آقای مجتبی واحدی، اینجاست همین محل خودمونم هست دو تا کوچه پایین تر، با آقای مجتبی واحدی گفتم آقا حالا این چون مرد شما مرده پرستی میکنی، چون مجتبی واحدی هم برید خانوادهش نگاه کنی، خانواده آخونده، این کسی که با کروبی بود و فلان اینها، حالا میاد برنامه میذاره 16000 نفر شب میرن نگاه میکنن، اینم 16 تا 2 سنت نمیدونم 32 دلار گیرش میاد، یه همچیز. اینا رو میشه قضاوت کنیم؟ چگونه نمیشه قضاوت کنیم؟ شما توی جاده‌ای داری میری، میرسی مهمونی، میگه آقا این جاده رودمان چقدر افتضاح بود، یکی بگه آقا شما از پشت پرده خبر نداری چیزی نگو، آقا توش بودی، هر روز دیدی، هر هفته برنامه‌شو با فرهودی دیدی، هر هفته اومده گفته اینجوری، بعدن میاد میگه من اشتباه کردم. تو دادگاه مگه نرفت گفت من اشتباه کردم؟ اینا چرا کشتنش؟ گفتن کسی که امروز به غلط کردن افتاده فرداست که حالا یکی یکی لو میده. چرا اون آقا صداش میاد ولی خودش پیدا نیست که میگه این به من پول داد که من برم بمب بذارم؟ قرار بوده پول بده. خب شما اونی که قرار بوده بمب بذاره الان آوردین تو دادگاه داره حرف میزنه، یا صداشو دارید یا میدونید کیه، چرا اونو نمیگیرید که 500000 دلار میخواسته بگیره، 2 میلیون هم میخواسته بگیره. بعد یه فیلمی من دیدم از این فخری زاده وقتی کشته شده بود، این تلویزیون هم که دیگه آدم نمیدونه کدومشه، هر کدومشون یه چند تا زن خبرنگار از جاهای دیگه ورشتن آوردن دیگه، شما نمیفهمید مال بی بی سیه، مال ایران اینترنشنال فلان، و اتفاقا زم توضیح میده که ایران اینترنشنال بچه بی بی سیه با وجودی که پولش عربا میدن. خب یه آقایی رو آورده بود از فرشگرد و یه آقای دیگه ای رو که خیلی متین حرف میزد. این آقایی که از فرشگرد اومده بود میگه آقا اسرائیل حق داره بره تو ایران هر کسی رو میخواد ترور کنه، چون ایران اعلام جنگ داده به اسرائیل.
شما اینو داشته باش. بعد من به همین دوستمو که میگم آقا بیا شما که اینجوری میکنی بیا مصاحبه کنیم، میگم آقا مگر زم اعلام جنگ نداده بود به ایران؟ میگه چرا؟ میگم خب پس اونا هم حق دارن بیان بزنن بگیرن ببرن. مگه آقا این الاهواز، آقا این فامیل اینا ما نفهمیدیم، کعب، چعب، اسوید، اسیود، چیه این؟ چند تا فامیل داره؟ آقا رو گرفتن چشم بسته بردن ایران، حالا که میخوان چشم رو باز کنن نگران اینه که ما تو دوربین موی اینجا موهای از میگم کم اوور، یعنی از اینجا شونه میکنن میبرن اینجا، ما کله کچل ایشونو نبینیم. همچی با ناز این چشم بند رو میزنه بالا و دست میکشه. حالا همین کمپوزیسیون شما نگاه کن، اینا هم این آخوندا زیر کمربند یا جیبشونه، زیر کمربند چیه؟ دست میکنی تو جیب چلوارته یا بلا نسبتشونه، دنبال اینن. اینو خانم پرستو نمیدونم همه اینا هم سابرین یا سابرینا وچ برداشتن بردن اونجا، یکی دیگه هم که 4 سال قبل زنشو طلاق داده رفته و یکی دیگه ازدواج کردن بدونی که کسی بدونه، ازش پول قرض گرفت. آخه اینا درست نیست. اون وقت اینم فردا اعدام میکنن میره. فیلم واقعی کشتن فخری زاده را با ساتلایت گذاشتن، دیدید؟ نه ندیدم، ولی اون چیزایی رو که میگن راجع به نیسان آبی و قدرت برنامه تشخیص صورت و اینا، آقا الان من این تلفن قرازه رو که بچه ها به ام دادن میگه که دیگه لازم نیست شماره بزنی، بگی روبرو صورتت، صورت رو تشخیص میدیم. خب اگه توی تلفن 50 دلاری این سیستم هست، برای من و شما عجیبه که اون سیستم رو گذاشته باشن. بعد شما حتما فیلم روباه رو ببین که اونا چگونه این بدبخت افراد مستحصل میگن وامونده رو استخدام میکنن با پولای کم، پولایی هم که بهشون نمیدن که بیان چه کارهای بزرگی انجام بدن. بعد احتیاج نداریم اون فیلمو ببینیم. آقا این بار اولش نیست که رفته زده کشته. آقای مشتبه واحدی گفت این با یه زن دیگه بوده، چجوری 11 تا پاسدار داشته هیچ نمیدونم زنش تیر نخورده. اصلا اونا مهم نیست، ما داریم راجع به زم صحبت میکنیم. شما راجع به آقای فخری زاده 202 این شماره تلفن رو بذارم براتون، بذارم افکت 4 اینجا بیاد، به این شماره تلفن زنگ بزنید، پیام بذارید. اون چیزی رو که شما قرار نیست، من همه چی رو ببینم، قرار نیست شما همه چی رو ببینی. حسن تلویزیون اینه، یه چیزی که شما دیدی صحبت میکنی. من امروز این گزارش رو دیدم، من گزارش خوبی دیدم از اسکای دیروز که نشون میده این لحظه به لحظه این آقای از زمانی که رفته ترکیه چجوری ماشین آبی گرفت، چجوری رفت سوار ماشین سفید شد، چجوری رفت اونجا، چجوری خوابوندنش، چجوری حتی سیم نه تناب یا بند خریدن از فروشگاه. خب من اونو دیدم، شما اونو دیدی، من اینو میگم شما بیا اونو بگو. بله، میگه فیلم کشتن فخری زاده تو صفحه من هست. آقای اکبری خیلی ممنونم دوستان. این آقای اکبری عکسای بسیار زیبا و قدیمی رو میاره. دیدم یه نفر گفته بود آقا اون زمان که نمیدونم این دوربینای پرنده نبوده چجوری این عکسی گرفتن. آقا اون وقتا با هلیکوپتر عکس میگرفتن، با هواپیماهای کوچولویی که مال سمپاشی بود و اینا میرفتن تر یه عکس میگرفتن. اصلا دوربینایی بود، دوست من یه دوربین خرید، زیر هواپیما بسته میشد عکس میگرفتن. شما اصلا درست کردن نقشه رو میدونید چجوری بود؟ هواپیمایی میپرید میرم عکس میگرفت، این عکس ها رو کنار هم میذاشتن متر میکردن، میگفتن از اینجا مثلا رفتیم تا اکبرآباد 10 کیلومتره، حالا این اکبرآباد تا اینجا 1 اینچه، پس هر 1 اینچی 10 امون اشم چی بهش میگفتن شابلون یا یه چیزای اینجوری. ببین در اصل ممنونم، داستانی که خانمش به سران گفتم دروغ است، فیلمش را میفرستم. خیلی ممنون، متوجه میشیم، نگاه میکنیم. و شما انتظار داشتی اینا راست بگن؟ واقعا آقای خورسندی شما انتظار داشتی این دوتا بچه گردن کلفت این بیان راستشو بگن؟ اولا مگه اینا اونجا حضور داشتن؟ اگه کسی حضور نداره نمیتونه به عنوان شاهد حرف بزنه. اگه زنش حضور داشته، زنش میگه نمیدونم سرش رو گذاشت توی زانوی من، نمیدونم این مردک از ماشین بلند شده رفته پایین بعد تیر خورده اومده و گفته ای نازنین دامنت را بذار من سرم را روی دامنت بذار،
خواننده بود میگفت شانه های برای گرد کردن دوست دارم. هایده میگفت اینم آقا رفته تیرش خورده بعد اومده سرش گذاشته روی دامن همسرش و فوت شده. ببینید قرار نیست اینا درست بگن، قرار نیست راست بگن. من و شما باید لای این خطوطی که میخونیم، لای این فیلمایی که میبینیم یه چیزی برداریم. بعدم قرار نیست برداشت من و شما درست باشه. آقا طرف کاراگاه، کلاس رفته، مدرسه رفته، دولت حقوقش داده، درس کاراگاهی خونده، بعد ببین با همه اونا چقدر اشتباه میکنن. هنوز تو آمریکا بعد 30 سال، 40 سال، 10 سال، 19 سال چپ و راست دارن آدما رو آزاد میکنن. ولی ما یه چیزی میگیم حتما هم روش شرط میبندیم، روش هم پافشاری میکنیم. نه آقا، من برداشتم از آقای زم براتون میگم. زم به دلیل اینکه بچه آخوند بود موقعیتی براش پیش اومد تا بشه حالا یا خبرنگار یا فیلمساز یا استخدام یه جایی. تو اون سال 88 بوده، کی بوده، دستگیر شده، بعدم بلند شده جمع کرده اومده خارج. خارجم که اومده اینو میشناخته، اونو میشناخته، پول از باباش میگرفته فلان، مثل من و شما تا اومده خارج روز سوم بلند نشده بره کار کنه سرش گیر باشه. این یه روز اینا در عمرشون کار نکردن. بچه یا آخوندا چرا بهشون میگن آقازاده؟ برای که مثل شازدن اونا کار نمیکنن، اونا هم کار نمیکنن. البته الان دوتاشون میشه بگی انگلزاده. این یه روز کار نکرده اومده رفته دنبال چی؟ دنبال پول. که حالا بعدم اون خانم شیرین نجفی و اون خانم دیگه و اینا زنر هم بدبخت گذاشته تو فرانسه با دوتا دختر یا دوتا بچه. من برم پول از آیت الله سیستانی بگیرم. یه عده میگن آقا چرا آیت الله، دیروز آقای جهانگیر شادانلو بود نمیشته که آقا چرا آقای سیستانی چیزی نمیگه. آقا اونم آخونده چی بگه؟ اولا گفت، همون اول گفتن ما در سیاست دخالت نمی کنیم، دفتر ما هرگز با ایشون تماس نگرفته، تموم شد رفت. حالا طرف میگه نه آقا روح الله زم زنگ زده با پسر سیستان. آقا تلفن هک شده، تلفن هک شده، یه نفر به شماره من زنگ میزنه، به شما پیغام میذاره، بعد شما که زنگ میزنی تلفن من اگه هک شده باشه اون جواب میده، گوشی رو برمیداره میگه بله من پسر سیستانی هستم، شما هم که قبلا باهاش تلفنی صحبت نکردی فکر میکنی اون اونه. تازه گیرم که سیستانی به این گفته باشه و قول داده باشه و پول قرار بده بره، حالا که گیر افتادن یکی از کارهای مبارزاتی اینه که وقتی کسی گیر میفته دیگران اصلا میگن ما اینو نمیشناسیم که. اوکی، من و آقای مانی خورسندی میریم میخوام یه جایی منفجر کنم، اگه منو گرفتن مانی میگه من اصلا نمیشناسم این مردی که دیوانه است، مانی رو بگیرم میگم آقا من نمیشناسم، اون کجا من کجا. به همین دوست خبرنگارمون گفتم آقا من و تو که اینجا هستیم، بعضی ها میگن آقا این گفته ولی این کارو نکرده. همین دیروز مگه یک گروهی رو مال الشباب از آفریقا نکشوندن آوردن آمریکا گرفتنشون که اینا میخواستن دوباره مثل سال 2001 یه همچون انفجاری رو راه بندازن. طرف اومده رفته احمق رفته کلاس خلبانی ثبت نام کرده و اینا همشون هم اینقدر خلب و احمقن، همون اول میگن ما اون ساعت نشستنشو نمیخوایم، فقط بلند شدنش و آکروبات و اینا رو میخوایم، دیگه برامون فرود آمدنش مهم نیست. گرفتنشون. خب آقا این که اجرا نکرده هنوز، هواپیما رو به جایی نزده که، پس میشه بگی شما به خاطر فکرش بازداشت شده یا به خاطر حرفش بازداشت شده. من الان اگه توی برنامه بیام بگم آقا من میخوام فلانی رو از بین ببرم، نه اون آقا، وظیفه شماها هم هست که این نوار منو بدید به FBI به پلیس که آقا این سربی گفته میخواد فلانی رو از بین ببره. این دنیا نرمش، رسمش، نرمالش اینه. آقا نشسته تو فرانسه شیشه شرابش هم گذاشته جلوش داره میخوره، بعد میگه که بله میخوام بریم بزنیم پادگان اونجوری، بعد طرف میاد میگه احمق همه اینا رو من خودم مأمور بودم به تو دادم، ما به تو گفتیم. اصلا بهشون میگن که فردا برو اینو بگو تو برنامه فرهودی، اینو بگو. و فرهودی، آقای فرهودی شما 30 سال سابقه کار تو وایس آف امریکا داری مرد حسابی، یه حقوق بازنشستگی داری، یه حقوق سالمندی داری، خجالت بکشید، چقدر دنبال پول هستید؟
که این دروغا رو بیای بشینی بغل دست زن که حتی بهت اجازه نمیداد کراوات بزنی. دیگه این که معلوم بود. هی روح الله جون، روح الله جون. خب ببینیم این چی نوشته. ترامپ paid $3 million for Wisconsin. آها این آقای بها ابهری. سلام جناب سوربی، آقای شیخی، منم به شما سلام میکنم. اکبری دائره المعارف فیسبوک هست، نمیدونم از کدام قطعی عطاری این مطالب رو پیدا میکنه. کاملا درست گفتی، ایشون واقعا مثل یه دائره المعارف برای عکس. اون فیلم کشتن فخری زاده هم گفته دارم. آقای پدرام طنازی هم دوست خوبمون، همشهری جوانمون، به احتمال زیاد شاید هفته آینده با ما باشه، معلوم نیست. ایشون هم وقتی با من صحبت میکنه من حقیقت متوجه نمیشم. دیدی پس وقتا با بچه‌تون صحبت میکنی بعد میگی بابا چی شد، قرار شد بیای؟ میگی من که نگفتم میام، گفتم شاید یه سری بهت بزنم. میگم خب تو زبان فارسی همین یعنی میام. میگه نه ولی دوستام اومدن رفتم فلان اینا. آخوندها بچهای خودشان را هم کشتن، اعدام کردن. آخوند که شرف نداره. خب حالا همین آخوندی که شرف نداره، این آقای محمد علی زم، پدر روح الله زم، نوار داده بیرون که ما رفتیم اونجا و همون نواره زد و نقیزه. از این بر میگه به ما گفتن بهش نگید اعدام میشه، از اون بر میگه ما خبر نداشتیم اعدام میشه. آقا اگه شما خبر نداشتی چرا اونا بهت بگن بهش نگید؟ بعد از اون بر میگه من با امام حسین، اون روح الله زم گفت رفتم کربلا ولی اینا نذاشتن امام حسین رو زیارت کنم، گفتم نگران نباش امام حسین امرات. مردک، تا اگه به امام حسین اعتقاد داری امام حسین خواسته ایشون رو زود ببره. من و مانی خورسندی آدمای پلیدی هستیم، میخوان تو دنیا باشیم تا همه رنجا رو بکشیم، ولی آقای روح الله زم آدم خوبی بوده، بردنش زود. چرا ناراحتین شما آقای محمد علی زم؟ بابا یه روح لازم، شما چرا ناراحتی؟ اون آخوندم که گفت شهیده، مگه شما بچه های مردم رو به کشتن ندادید هی گفتید شهید شهید شهید؟ خب اینم شهید شده، حالا شهید راه فلان شده. طرف میگه آقا جرم این چی بود؟ آقا این کجاش روزنامه نگار بود؟ این کجاش ژورنالیست بود؟ یه مقاله از این به من بنویسید که اینو آقای روح لازم نوشته. خب اینجوری که نمیشه که هر کسی، آقای دکتر فلانی میاد میشینه طرز درست کردن بمب رو یاد میده، اون آقا میاد طرز فلان رو یاد میده، بعدم اونا بیشینن بگن به به، خب میان میگیرن چوب تو آسینت میکنن. حالا نخواستیم برنامه امروزمون کثیف باشه بگیم چوب تو کونت میکنن، بله چوب تو آسینت میکنن، اعدامت میکنن. اگر میترسی از اعدام نرو این کارا رو نکن. اون که میگه من نمیترسم، نوار زم هست که میگه اگه میخوای کشته بشی با افتخار. آقا چرا یه نفر که دنبال کشته شدن بوده با افتخار امروز کشته شده، من شما باید ناراحت باشیم؟ این چه فرقی میکنه با حماقت اونایی که میرن گل به سر میمارن برای امام حسینی که شهید شده 1400 سال رفته تو بهشت؟ چه فرقی میکنه نگرانی این دوستان طرفداران حقوق بشر برای روح الله زم با نگرانی اونایی که سینه میزنن برای امام حسین چه فرقی میکنه؟ تفاوت این برادر آقای عباس سعیدی اولاق حزب اللهی با حزب اللهی ها چه فرقی میکنه؟ که هر کسی رو که برخلاف اون فکر میکنه این میخواد به یه نوعی بهش ضربه بزنه، اگه دور باشه رو فیسبوک، اگه نزدیک باشه با چوب، اگه اسلحه داشته باشه با اسلحه. آقا نکنید. برگردیم به شهرام همایون. شهرام همایون حرف خیلی قشنگی زد، شاید با این برنامه میخواست یه پیامی هم به آخونده بده. شهرام همایون گفت بعضی ها زنگ میزنن، داشت راجع به زن میگفت، بعضی ها زنگ میزنن میگن آقا ما این خبر رو داریم. میگم نگو به من، چون اگه منو بگیرن دو تا کشیده بزنن من لوتون میدم. اولا خیلی خوشحال شدم، چون من همیشه میگم من جزو هیچ حزب گروه دسته ای نرفتم، برای که اولا اینا رو که شما میارین امتحان کنین، خودتون شکنجهش بدید ببینید تحمل میاره، خودتون مأمور بفرستین به عنوان مأمور بگیرتش دستگیرش کنه ببینید شما رو لو میده، اگه لو نداد استخدامش کنید، اگر لو داد ولش کنید بره دنبال کارش. شهرام همایون میگه دوتا تو گوشی بخوره
لو میده. به همین خاطر اگه کسی خبرهای مهم بده میگه من نمیخوام. حالا این کیه؟ شهرام همایون رهبر جنبش ملی ما هستیم. اون روز با شور و حال و هیجان میگفت که دوستان، افرادی که مدیر فلان، مدیر فلان، بگید به این اتحادیه اروپا بگید که با ایرانی ها معامله نکنن. بعد طرف یکی نوشت آقا الان 2 ساعت تو تلویزیون میگه به هم خورد، معامله نمیکنن. بعد گفت خب بسیار خوب، خوب شد، نتیجه خوب بود. آقا برو دنبال کارت آقای همایون، شما این هنر پول جمع کردن رو داری؟ یک کلاس بذار یاد سربی و افراد بیبخار دیگه بده چجوری اینا پول جمع کنن، چجوری بیاد بینندهی که 10 سال برنامه سربی رو میبینه و 10 سال داره میگه به به آفرین از شما صادقتر هیچ که پیدا نمیشه، وقتی بهش میگیم آقا شما 1 دلار تا امروز کمک کردی، امروز یه چیز دیگه خریدم 78 دلار، نرفتم بخرم 7000 دلار، ولی خب آقا این به خود من فشار میاره، مجبور شم آبجو کمتر بخورم، مجبور شم آبجو خوب نخورم، برم آبجو آشغالی بادوایزر بخورم. خب این هفته که گذشت، آهان، این برنامه شهرام همایون رو اگه یکی پیدا کنه درباره زم، همون یه روز بعدش بود، یعنی اگر روز شنبه زم رو شنبه کشتن، اگر مثلا شنبه عصر اون برنامه رو پیدا کنید نگاه کنید. و این تا حالا یکی دیگر رو اعدام کنن، بدبخت این جمشید شارمهد باشه، این یکی عراقیه که گرفتن بردن، چون خیلی از اینا میگن آقا اینا درسته ایرانیان، عربی حرف میزنن، میگن خوزستانی هستیم ولی عراقی هستن. حتی اون زنه که رفته اینو غافل کنه، نمیدونم گول بزنه و اینا، گویا عراقی. پدر روح لازم که فعلا گریه زاری میکنه، وقتی فهمیده بود پسرش مخالف شده در خارج، گفت جان خامنه ای از جان پسر من مهمتر است. خب ببین اینا دروغگوان، اینا دروغگوان. نه اون روز من باورشون کردم، نه امروز باورشون میکنم. همین امروز یه نواری گذاشتودن بیچاره دختر زم قبل از اعدام باباش با پدر بزرگش تلفنی صحبت میکنه. شما به من بگین، من میام صحبت با نوه خودم رو ضبط کنم؟ خب بله، شرایط اینا حالا اینجوری بوده، او تو زندان بوده، ضبط کردن و پخش کردن. آقا اینا از هر چیزی میخوان به عنوان تبلیغ برای خودشون استفاده کنن. بعد یکی دیگه نوشته بود روح الله زم را کشتن، روش اسید ریختن، به همین خاطر فوری روش سنگ گذاشتن. آقا این قبره مال مادر بزرگش بوده، بازش کردن اینو چپوندن اونجا، دوباره سنگو گذاشتن روش. حالا اگه سنگ نذاشته بودن روش، شما میخواستی بری شب اینو، میدونی بدبخت جسد چارلی چاپلین چند بار دزدیدن، نمیدونم آخرام پیدا شد یا نه، میخواستی بری چه کار کنی؟ میخواستی بری جسد روح الله زمو بیاری بیرون و ببینی با تناب چند میلیمتری کشتنش؟ برای من و شما چه فرقی میکنه که اینو که کشتن، حالا انداخته باشنش تو محلول واجبی یا انداخته باشنش تو محلول اسید بعدم دفنش کرده باشن، یا اصلا معلوم بشه که اصلا این کشته نشده، چون یه شایعاتی هم هست که اصلا آقا معلوم بشه این کشته نشده، بعدن سر از یه جایی در میاره، بهش میگن آقا بی برو یه عمل جراحی هم بکن، این که مثل کوسه هم بود، یه ریشی پشمی چیزی براش میذارن، یه کم هم لاغرش میکنن، برو آقا برای خودت تو فرانسه زندگی کن. خب بله، روح الله زم یک انگلزاده جاه طلب به دنبال پول بود یا یک قهرمان وطن پرست؟ اینو ما نوشتیم گذاشتیم. بله، میگه قبرش را دیروز خراب کردن. قبر رو کی خراب میکنه؟ معمولا آخونده خراب میکنن، از قبر باهایی ها گرفته که این همه ما میگیم به مرده ها باید احترام بذاریم، ولی کیا این احترام رو زیر پا گذاشتن؟ خود همین آخونده. حالا قبرش کی خراب شد، خراب کرده؟ برای چی خراب کردن؟ آقا این که مرده گذاشتنشون زیر دیگه. دکتر رخسار اگه یادتون باشه چند سال پیش تو تلویزیون مردم برنامه داشت، ایشون کلیمیه، اهل نیویورک، خیلی آدم ساده و صادقیه، متخصص پا هست و گویا یکی از فامیلاشون فوت شده. برای من نوشت که یه همچین چیزی میخوام با فوتو استوری، اون یکی دیگه چیه؟ پاورپوینت. برایش نوشتم من هرگز با پاورپوینت کار نکردم، ولی با فوتو استوری و اینا کار کردم، میتونم برات یه ویدیو درست کنم
این دکتر برای من نوشت که نه، من راضی به زحمت شما نیستم، حاضر نیستم شما مجانی برای من کار کنید. آدم اصلا اشکش در میاد. آقا اشکالی نداره، ربع ساعت، یه ساعت، نیم ساعت، اون مرد حسابی آقای مهدی نوروزی برای من یک کتاب بنویسه، فکر میکنه نامه است، تازه مندتم سر من میذاره، میگه خب این دیگه کاری بود که من برای شما انجام دادم. آقا کار انجام دادن در قبال اینی که من از شما خواهش کنم یک کاری انجام بدی یا پول به شما پرداخت کنم. بی خود شما دیگه اومد کار کنیم، مثل که من بلندشم تیشه بردارم برم پنجره های همسایه‌مون بشکنم بگم این پنجره ها کوچیکه، من اومدم یک کاری برات انجام بدم، حالا وسط سرمای زمستون پنجره هاشو بشکنم. میگه مرد حسابی گرم نرم نشسته بودن. خب حتما میام جناب سوربی، 100%. دوستان هفته آینده جمعه با آقای پدرام تننازی هستیم، احیانا با دوستانش. خب پدر زم گفت روح الله مثل خورشید نورانی شده بود. همه همینجوره، طرفدار شاه همشون میگن آقا اومد به خوابمون، اصلا ما چیز شده بودیم از بس هی بهش گفتن نور به قبرت بباره، نور به قبرت بباره. یه دفعه شاه اومد به خواب خود من و من گفتم اعلی حضرت ها این همه نور چرا؟ چرخید گفت نگاه کن، گرز آتشین چپونده بودن تو کونش. آخه خجالت بکشین. این آقای محمد رزاقی گاهی وقتی میره عکس میگیره تو پاریس این ور اون ور میچرخه دوربینش، وقتی که رو به خورشیده و پشت کلش نور میفته عکس میگیره، میگه اینم حاله نور. خب تفاوت تو که میگی شاه اومد به قبرت نور میبارید و تو به خوابت دیدی، با احمدی نژاد که میاد میگه تو نیویورک یه حاله نوری دور من بود چیه؟ وقت ما میشینیم اونا رو مسخره میکنیم. خب حالا بذارین خودمون مسخره کنیم که اونا ما رو مسخره نکنن. نور به قبرت میباره، خیلی نور. یکی نمیاد بگه آقا اگه امروز گیره یه شوهر ننه افتادی به نام آخون، برای این بوده که بابات شخص قرمساقی بوده، بابات آدم بیغیرتی بوده و الی آخر. I send the link with همایون via personal message. خیلی ممنون. این ویا درسته یا ویا درسته؟ مرسی عزیزم. بذارین همینه آقای همایون یوتیوب ویژه بذار. نه اصلا بذارش اونجا، چرا نمیذاری؟ من خودم میگم بذارید مردم برن نگاه کنن و اینا رو هم بشناسن. آقای چیز میدونید یه بار گذاشتم روی آقای همایون، اینجوری که میکنیم ما یه فیسبوک هم اضافه میشه بهش و فقط از تو فیسبوک میشه نگاه کنی، چون فیسبوک میاد امبدش میکنه تو داخل خودش. ویژه برنامه روح الله زن با شهرام، من میخوام میدونید اون چیه مال پلیس بین المللی، دادگاهی در یکی از شهرهای کوچیک جیال، خدا میدونه، خود همایون زنگ زده به یه فامیلش گفته آقا یه حکم جلبم برای ما بنویس ما بتونیم، و پولم جمع کرد تا حکم جلبش رو نمیدونم توسط متروپول چیه اون پلیس بین المللی چیز کردن. فوری گفت ما باید پول جمع کنیم، احتیاج داریم وکیل مبرز، نه کسی که خیلی میدونه بگیریم و فلان. اینا از هر چیزی پول میسازن. آقا تلویزیونای ایرانی با آخوندهایی تو ایران هیچ فرقی ندارن، اون روزه میخونه، شما رو مشغول میکنه، اشکتون رو در میاره، پول میگیره. ما هم همین کارو میکنیم. من بدبخت هنوز بلد نیستم بعد این همه روزه خوندن اشک شما رو در بیارم. به همین خاطر آقا دوستای صمیمی خود من خودش رو چی میگن؟ obligate، خودش رو مسئول نمیدونه که ماهی $10 ماهی $15 بذاره رو کارتش ماهیانه بیاد. یادمه این آقای تیرانداز بعد از چند هزار بار که زنگ زده بود با همه مهمونای برنامه ما دعوا کرده بود از اون کوروش واحدی کوروش وحدانی بگیر تا دیگران، دو دفعه دو تا $10 فرستاد، بعدم نوشت کاکو جون اینم پول قند و چایی. گفتم آقا من کی گفتم قند و چایی؟ من اگه گفتم هم گفتم بدید من میخوام آبجو بخورم. خیلی ممنون اینترپول. بله خیلی ممنون آقای اکبری، میگه پلیس اینترپول. برید عکس بزنید اینترپول فاصله شهرام همایون میاد، یه عکسی گذاشتون شهرام همایون. آخه اینجوری نیست که اینترپول که اینجوری کسی رو نمیتونه دستگیر کنه بره، باید دادگاهی باشه، محکوم بشه، چیزی بشه، بعد میدن پلیس اینترپول. بعد همین پلیس اینترپول مگه سالها آخوندا تو لیستشون نبودن؟
از رفسنجانی گرفته تا دیگران، برای اون ماجرای آرژانتین، برای اون ماجرای میکنوس، کافه میکنوس بودن، نمیرن وقتی نرن که طوری نمیشه. ها خیلی های دیگه میگن که آقا خمینی هم گفته بود بریزین بیرون، بزنین، بشکنین. میگم خب آقا اگه خمینی رم ساواک و شاه ارزه داشتن میگرفتن میکشتنش، خب نتونستن. حالا اگر روح الله زم رفته بود مبارزه کرده بود پیروز شده بود، بعد بهش میگفتین، میگم نه آقا من همچین کاری نکردم، میگم پاشم وای میسود، میگم بله من گفتم، اصلا من دنبالش بودم. یک کمی بریک بدیم به خودتون. اینترپول فقط میتونه خبر بده و نظارت کنه، ولی اینترپول حق دستگیری و قدرت اجرایی نداره. خیلی ممنون، متشکرم. بله دکتر رخسار نیویورک. آقا صحبت از دکترا که میشه، من چند سال پیش، باز دیروز اینجا یه نفر دیدم، چند سال پیش تو کباب بازارم به این دوستمون صاحب کباب بازار گفتم آقا این آقایی که میاد اینجا یه آقای کلیمی بود، دندون سازم بود، این زور که میاد اینجا با این تنبونش میاد میخواد چی بگه به ما؟ میخواد بگه دکتره؟ خب ما هممون میدونیم دکتره، ولی منی که دارم خوراک میخورم الان حالم به هم میخوره که این جرم آفیسشو برداشته آورده اینجا. اصلا این تنبون و این زیر پیرنی دکترا برای چیه؟ برای که راحت باشن بپوشن، بعد تا میان بیرون اینو در بیارن بندازن. یعنی اصلا بین اتاق عمل و اتاق معمولی اتاق دیگه است که اونجا دستشون رو اینها رو ضد عفونی میکنن، اینها رو بندازن بیان اونجا. مثل من و شما که میایم از خیابون بیرون، برفیه، رفتیم یه جایی گل بوده، پوتینمون رو اینجا بهش میگن مادروم، ماد یعنی گل، پوتینمون رو توی مادروم در میاریم. یادم آقای فیلاوی میگفت که همسرش بهش میگه که از که از سر کار میای تمام لباسات تو اون اتاق در میاری، بعدن میای تو. ماشینا نه ایرکاندیشن داشتیم نه چیزی، بو گازوئیل و اینا، اسکراب اسمش ایشون میگه، این اتاق، این چیزی که من میگم تنبون دکترا، ایشون میگه اسکراب. حتما دیدین یه لباس سبزه یا یه لباس آبیه. آقا خانم اینا رو چرا برمیدارن میارن تو جاهای عمومی؟ اگر جرم روش نیست خب کتشلوار بپوشن، با کتشلوار برن تو اتاق عمل. اگر رو اینا جرم و میکروب و ویروسه، تا میان بیرون تو اون قسمت مادروم که نه قسمت ضد عفونی، اونجا بندازن که این بره با مواد مخصوص شسته بشه. تو رو خدا اگه یکی فامیلتون چیزی دکتر هست بگین این کارو نکنید. اصلا اینجاتون بنویسید، یادتونه تو شهربانی مینوشت افسر نگهبان، چیزی مزخرف به این گندگی با زنجیر مینداختن سینه افسر نگهبان. شما بنویسید دکتر، دکتر فلانی، دندون پزشک دکتر فلانی. صحبت از دکتر شد، چند روز پیش یه احمق آمریکایی ایراد گرفته بود که چرا به زن بایدن میگین دکتر، اینکه دکتر طب نیست. خود من حقیقت اشکال دارم با اینکه به این اون بگیم دکتر، بگیم مهندس، حتی به دکترای طب. آقای سبحانیه چه کار است دکتره؟ آقای اکس چه کار است مهندس برق؟ این چه چیز بدی بوده که تو فرهنگ ما راه افتاده؟ تو خارج هم هست ولی خیلی کمتره. اینجا پی اچ دی رو میگن دکتر. و البته مردم اعتراض کردن که آقا این آقا به اصطلاح عقده داشته و چنین و چنان. پس این اسکراب یا تنبونای دکترا رو تو رو خدا دوستان شروع کنید به دوستانتون بگید، به فامیلتون بگید، بگید اگر این لباس جرم داره چرا میای تو جاهای عمومی، اگه نداره چرا با کوچلوار نمیری سر کار. آیا زندان اوین را اسرائیلی ها ساختن؟ در رابطه با زندان اوین هفته قبل یه نفر برای من یه چیز فرستاده بود که آیا میدونید که زندان اوین رو اسرائیلی ها ساخته بودن. بعد یه آقایی هست 26 دقیقه این آقا ما این آقا نمیدونم شکنجهگر بوده، اینایی که میرن یه کسی رو سر به نیست میکنن چی میگن، هیتمن بوده چی بوده، میگه داشتم میرفتم یه جایی، هم پول داشتم و فلان اینا، ولی تو فرودگاه یه نفر به من یه انجیل داد. حالا شما میری سیزده به در، وقت داری میای بهت انجیل میدن،
هواپیما انجیل میدن، نمیدونم تو کلیسا اونا ببینید دنبال تومه هستن، تومه هاشون اینا هستن. یادم چند سال پیشم یه تیمسار احمقی بود میگفت من با یک معجزه‌ای مسیحی شدم. من نشستم ببینم این چه معجزه‌ای بوده. گفت رفتم یه هتلی، لباسامو که گذاشتم کشو رو باز کردم، دیدم یه انجیل اونجاست. ببینید تیمسار مملکت ما چقدر احمق بوده که حالا اگه برای اولین بارم تو زندگی رفتی هتل اینو دیدی، به اون یک دوست دیگه، به یه فامیل دیگه، به یه همکار دیگه زنگ بزن بگو آقا شما تو هتل که میری انجیل میبینی، مردک این انجیلو تو همه هتل ها میذارن، که اینم امیدوارم یه روز دست پاش جمع کنن. این چه کار زشتیه که انجام میدن. اون تیمساره که اینجوری رفته بود مسیحی شده بود، فکر کرد خدا دیگه بعد. این یکی هم که هیتمن بوده، شکنجهگر بوده، حالا اومده با کشیش سعید یا مسعودی هم چیزی، ایشون هم توبه کرده و واقعا با اینا باید چی کار کرد. همین زم اگه رفته بود ایران گفته بود آقا من اشتباه کردم توبه کردم، باید چی کار میکردن باش؟ دقیقا مثل این که تعویض روغنی با لباس کار بره رستوران. آقا خدا پدرت بیامرزه، من همین مثالو برای اون دوستمون زدم، گفتم آقا شما الان اگه با من بیای ماشین من این پشت، من اون وقتا که میرفتم و میمدم لباس بویلر سوت یا کاورال یا همین لباس های مال خلبان ها لباس کارشون و اینا رو میخریدیم ارزون $20 نمیدونم $15. خب راحت دیگه میری و میاد دنبت نمیگیره یه جا و فلان نه. بهش گفتم خب آقا اگه اینجوری باشه منم با اون لباس روغنی و پوتین روغنی باید بیام اینجا. آخه این شما باید بهش بگی حالا گیرم که یه مشتری رو از دست بدی، یا این آدم با شعوریه میفهمه از شما تشکر میکنه دفعه دیگه با این هیکل قناص نمیاد اینجا با این لباس، یا این که آدم بی شعوری. خب آدم بی شعور شما میخوای برای چی؟ چون این که بیاد من دیگه نمیام دیگه، من بعد از اون ندیدم این طرفو، حالا چه با لباس همون روغنی به قول اکبری چه بی لباس روغنی. خب بله دوستان، اخبار جدید شنیدید؟ از این به بعد نامه‌ای رو که میذارین تو پست باید سرش باز باشه. اصلا سرش باز باشه چی؟ نامه رو باید پشت نامه بنویسید که اینا تا میگیرن دستشون اینجوری بتونن بخونن. میدونه الان دارین میخندید میگید که سوربی دیوونه شد، آخر سال 2020 تحملش تموم شد دیوونه شد. نه عزیز من دیوونه نشدم، این کاریه که سرمون آوردن با ایمیل. مگه ایمیل شما وقتی میفرستی باز نیست؟ همه چیشو نمیتونن بخونن. فکر کنید از فردا به شما بگن نامه ها رو باید باز بنویسین. یادتون وقتا یه کاغذایی میخریدیم، خود این کاغذه نامه هم بود، مینوشتیم بعد اینجوری اینجوریش میکردیم و تاش میکردیم. نامه های خارجی اینجوری بود، رو خود همون مینوشتیم و میفرستادیم. بعضی وقتا اصلا معلوم بود از بس فشار آورده بودیم روش، از بیرون هم میتونستن بخونن. مثلا پستچیه میتونست بخونه که من برای داداشم نوشتم که داداش جان برای من یه ساعت، وقتا یادتونه ساعتای دیجیتالی بود قرمز، مال من بنزین ریخ روش پاک شد رفت، خود ساعته اصلا آب شد تو بنزین. بعد مثلا مینویسم یه دونه از این ساعتا برای من بفرست بیاد، پستچیه هم اینو میخونه زیرش مینویسه اگه میخوای اون ساعت دست داداشت برسه دو تا بفرست، یکی هم برای من بردارم. پلاک افسر نگهبان را خیلی باحال گفتید، مثل تبرزین درویش ها بود، واقعا شرم‌آور بود اون پلاک. تبرزین که تبری بود که دستشون میگرفتن این درویش ها، حالا اون یه چیزی هم بود با زنجیر، یه چیزی چوب بود، چیزی مخصوصی بود، اون چی بود نمیدونم، اینا را اسماشون وقتا بلد بودم. ولی بله این چیزای مسخره هست که هیچ که حاضر نیست دست بزنه اینا رو عوض کنه، مثل همین قانون انتخابات آمریکا که خیلی مسخره است، هیچ کی نمیخواد عوضش کنه. ما هنوز که هنوزه گیر و گرفتار نوامبر 3 هستیم، 3 نوامبر. جو بایدن به شوخی دیگه گفت آقا من 3 بار جورجیا رو برنده شدم. چنان ضربه‌ای ترامپ به ریپابلیکن‌ها زد، حالا صبر کنید که این ژانویه جورجیا به اصطلاح دوتا رو هم ببازه به دموکرات ها چه شود. و این انتخابات هنوز ترامپ قبول نداره، هنوز معاون احمقش داره میره این ور تبلیغ میکنه که ما میخوایم قانونا دنبالش بریم. آقا چه قانونی؟
اون الکترال ها هم کالج الکترال هم همشون رأی گیری کردن و نتیجه درست شد، همین تعداد 300 خورده به 200 خورده و جو بایدن برنده شد. دوستان ایرانی که هنوز امید به ترامپ دارین، شما از این رئیس سنا که مثل کفتار پیر و مثل لاک پشته که دیگه ریپابلیک تر نیستین، که زنش هم وزیر یک کاره ترامپه، یعنی این جا به جا شغل زنه رو از دست میده، زنه چینی داره که چه سوء استفاده هایی کرده تو قرارداد. این دیگه پریروزا گفت آقا تموم شد، بهتره ما هم تبریک بگیم. تبریک گفت هم به جو بایدن هم به خانم کاملا هریس به عنوان رئیس جمهور منتخب و به اصطلاح چی بگیم، نخست وزیر منتخب. کشکول، راست میگه، اونا رو میگفتن کشکول. تبرزین هم که همین تبری بود که تبری دستشون بود، حالا من نمیدونم درویش این تبر برای چی بود. اون کشکول رو دیده بودن مردم پول مینداختن، بعضی ها این همجور داشت یه چیزی میخوند، نمیدونم نوعه میخوندن چی میخوندن، یه پولی مینداختن. من دم بازار وکیل و توی بازار اینا رو میدیدم. یکی از دوستان ما آقای قاسم زاده اینا، این رجب‌علی صراف اینجا بود، یکم میمدی پایین تر به طرف دروازه سعدی یک چیزی داشتن مثل کاروان سرا بود، خیلی جالب بود. اونجا اینا فروشگاه نداشتن، مثل انبار داشتن، چی میومد اونجا تقسیم میکردن اینها. یه درویشی میومد اونجا همینجور میخوند و چای میخورد و اینا بهش پول میدادن. جیل بایدن has two master degree, she worked as professor and head of college, she has is doctor education from University of Delaware. بله میدونه. ببخشید، چای احمد. خب بله، ولی حقیقتش این ماجرای دکتر مهندس رو از خونه های خودمون شروع کنیم، بزنیم بره. آقا خانم دتسید ببخشید. خب نامه ها را باید باز بگذارید. نوشتم حالا بعدن دوستان مثلا سربی خول شده، اینم دنبالش نوشتم. خب یادتونه که مدت میگفتن ترامپ فرستاده خداست، حتی خودش اشاره کرد بالا که من I'm chosen one، من منتخبم. میدونید که اینها هم میگن کلیمیا قوم برگزیده هستن، بعضی هم میگن برگزیده هستن، چون نمیدونم هنوز افکارشون رو ببینید چقدر پوسیدن. نمیدونم هر بچه ای از هر کی متولد شد میشه همون کلیمی، مادرش باشه اینم میشه کلیمی، بهش اجازه نمیدن حتی بره درباره ادیان دیگه فکر کنه. و آقای ترامپ هم خودش آویزون کرده بود به کلیمی ها که بلکه به یه جایی برسه که به نظر رسید نرسید، و خودش انقدر خرابکاری کرد، کرونا هم کمک بزرگی بود و باید بار بندیلشو ببنده و بره. خنددار اینه، زنش رو فرستاده کجا؟ فلوریدا. کجا هست اونجا؟ پالم بیچ که هست، پالم بیچ هم جایی که توی اون جایی که خریده 10 میلیون، بعد شد 100 میلیون، اینم کلاهبرداری و فلان اینها. بعد حالا همسایه ها شکایت کردن که آقا اینجا شما نمیتونی بیای. میدونید که تو آمریکا این قانون هست که من این خونم نمیتونم در گاراژ رو بکنم مکانیکی بعد بشه کمرشال. بعضی جاها استثناءن شما میتونی ریزون کنی یا یک درخواستی بفرستی به خاطر یه مسائلی، مثلا یه جا نصفش کمرشال نصفش رزیدنشاله، ولی گفتن آقا تو وقتی اومدی این خریدی این رزیدنشال بود، محل سکونت و مردم و اینا بود، تو اینو عوض کردی، کردیش کمرشال، کردیش بیزینس، کردیش تجارت، کردیش کار و کاسبی، و توی قراردادم نوشتی که هیچ کس نمیتونه اینجا بیشتر از 21 روز بمونه. حالا اومدی داری زمین میسازی و خونه میسازی برای اینایی که قرار محافظت باشن و فلان اینها، ضمناً چون سال 2024 هم میخوای باز رئیس جمهور بشی، لابد از حالا تا 2024 هم ما اینجا مکافات رفت آمد داریم، تپ 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 هلیکوپتر میاد، خبرنگارا میان اینجا به اصطلاح کمپ میزنن اینها. همسایه ها بر علیهش شکایت کردن، ولی میگن شکایت چیزی که ترامپ باهاش بزرگ شده و خوشش میاد همیشه تو دادگاه و اینها باشه. باید ببینیم چی میشه. البته خب این پول داره، حتی دخترش هم رفت فلوریدا یک خونه خرید که بره اونجا، بعد از فلوریدا به عنوان سناتور
این پدر سوخته شارلاتانی که میگفت داینستی یا اون چیزای فامیلی و اینها از بین بره، داینستی بوش، داینستی کلینتون اینها از بین بره، حالا داینستی ترامپ شارلاتان میخواد راه بیفته. یعنی این پسر احمقه که یکیش مثل که کوکین هم میکشه و اون دخترم ایوانکا رفته فلوریدا از اونجا بشه سناتور، درست همون راهی که تقریبا هیلری کلینتون رفت نیویورک شد سناتور، امید داشت که بعدا بشه رئیس جمهور و نشد. این هم از این ماجرا. ترامپ فرستاده خدا بود. خب اگه شما اینو قبول دارید، خدا هم حالا گفته آقا نخواستین این ترامپ بره استراحت کنه فعلا، وقتا یادتون میگفتن تو آب نمک میخوابوننش، فعلا بره برای آفتاب بخوابه مثل داداش آقای عباسی. داداش آقای عباسی فکر کنه خیلی خوشگله، خیلی هندسامه، هی میری کنار دریا لخت میشه عکس میگیره. بهش گفتن آقا شما خیلی آفتاب تو سرت خورده، ناراحت شد. چیکار میکنه؟ طبق معمول فوش میده. اینا که منطق ندارن. اینم مثل ترامپ احمق مستقیم تو خورشید نگاه کرده بود، گفتم آقا شما خیلی به خورشید نگاه کردی، نور از طریق چشمت رفته زده مغزت رو سوزونده. اینم از کوروش قرن 21. یه ویدیویی هست از بیل مار، چیزی که هست وقتی من گذاشتم فیسبوک ورش داشت، نمیدونم اگه لینکش رو دوستان لطف کنن آقای اکبری، سعید اینها بذارن تو فیسبوک شما میتونید نگاه کنید. اون خیلی قشنگ راجع به ترامپ و کوروش صحبت میکنه، بعد تازه میگه حالا این کوروش کی بوده، چی کار کرده. این خیلی ویدیو جالبیه، حتما برید ببینید. درباره فیلم سینمایی، من یه فیلمی رو دیدم، نمیدونم پری در باد یه هم چیزی، باور کن آقای زمانی یه 40 دقیقه‌ای نشستم هی به خودم گفتم حالا ببینم چطور میشه، حالا ببینم فیلم به این بدی، هی سوار ماشین میشن میرن این و اون وقت من نمیدونم همش هم میرن تو این جاهای بد و فقیر ایران. خب یکی از دلایلی که میرن اونجا فیلم کم خرج میشه، بعدم مهمونیایی که اونا براشون میذارن خیلی ازشون پذیرایی میکنن. نمیدونم توی زاهدان، سیستان، بلوچستان، من یادم افتاد اون وقتی میرفتم زاهدان چهارراه رسولی بود، یه عده آدم بدبختی میذارن تو کپر دست فروشی و اینا میکرده. این فیلمه کی هم هست، خانم شقایق فراهانی یا اون یکی دیگه نمیدونم، آقای فریبرز عربنیا، این یه فیلمی بود که من نتونستم واقعا بیشتر از 40 دقیقه نتونستم ببینم. اصلا خانم بلند میشه از زندان، چون اولشه براتون میگم، از زندان میاد بیرون راه میفته میره، من نمیدونم اینا پدر ندارن، برادر ندارن، اصلا عقل ندارن که آخه تو میخوای بری یه جایی که نمیدونی کجا ناکجا با آباد، بعد سوار یه ماشینی. خودتون نگاه کنید ببینم شما تحمل دارید تا چند دقیقه نگاه میکنید. چون گفته بود اسم فیلمو بگید، درباره فیلمم من هفته پیش گفتم اگه خواستید صحبت میکنید، دیدم یکی دو نفر نوشتن ولی پیامی چیز نداشتن که بخوان در موردش صحبت کنن. منم گفتم آقا ولش کن، طرف میگه آقا دیگه فیلم دیدیم، حالا یا بد بوده فوش دادیم یا خوب بوده. متاسفانه فیلم ها انقدر بدن که تو مغز ما خاطره نمیذارن، نمیمونن. مثلا شما نگاه کنین همه اونایی که از فیلم هندی خوششون میاد بدشون میاد، فیلم شعله همینجوری تو مغزشون، اون عاشق اون بود، دوستش چون عاشق اون بود، اون بود این اثر گذاشته. ولی این فیلم ها رو امروز میبینم، فردا میگم دیدم ندیدم، دوباره میزنم و میگم آقا این که من دیدم چقدر مزخرف بود. در صورت تصمیم گرفتم فیلم های فارسی نگاه نکنم، برگردم به همون فیلم های آمریکایی، مخصوصا این کمدین هایی که شبا میان 5 تا نیم ساعت نگاه میکنی، میشه حدود 5 تا نیم ساعت، 2 ساعت و نیم. ضمن طنز و کمدی بودنش اخبار روز رو هم بهت میگن، ولی این فیلم های ایرانی من نمیدونم چی میخوان بگن. بله، سناتور فلوریدا، دختر ترامپ ایوانکا و ماجرای داینستی، من از یادداشتم جلو افتادم. مهمانی 900 نفری این مردکه دیوانه پامپئو به قول شیرازی ها، وزیر امور خارجه، که همه میگن آقا تو رادیو داره میگه فامیلی نرین مهمون مادر بزرگتون بشین، مهمون برادرتون بشین، خانواده ها دور هم جمع نشن. اون وقت این مردک چون پول دستشونه و میخوان این پولا رو خرج کنن،
900 نفر رو دعوت کرده، البته وقتی فرستاده اون RSVP که یه چیز فرانسویه ولی نمیدونم برای چی استند میکنه، یادم رفته، یکی مینویسه مثلا آقای اکبری میگه من میام، سعید میگه من میام، آقای زمانی میگه من میام، من میفهمم 3 نفر میام، میگه آقا 4 تا چلو کباب بیار اینجوری. این RSVP 70 نفر فرستادن از 900 نفر، از این 70 نفرم روز موعود چون خود پامپئو تستش مثبت شده و الحمدلله کرونا گرفته، رئیس جمهور فرانسه هم گویا کرونا گرفته، اونام اون از اون بس که 30 نفر اومده بودن. حالا ببینید پول این ملت بدبخت آمریکا که همین دیروز میگه 8 میلیون جدیدن رفتن زیر خط فقر. آقا عکس سیب و گلابی نفرست برای تلویزیون خوب من و تو، گزارشگر خوب، انقدر احمقی که نمیفهمی گزارشگر خوب یعنی تو هستی که مجانی داری برای اینا کار میکنی. اینو فرستادم برای گزارشگر خوب من و تو، نمیدونم انقدر 8 میلیون جدیدن سر اینکه این نانسی پلوسی و رئیس مجلس سنا به توافق نمیرسن، 8 میلیون دیگه رفتن زیر خط فقر، به اضافه 60 میلیونی که قبلا بودن، به اضافه اینکه بچهای آمریکایی شبا گرسنه نمیخوابن، اون وقت شما نگران آجیل مشکل گشای شب یلدا هستی؟ این سعید خوب قشنگ این کون چیکار شقیقه رو داره، میگه آقای گودرزی چیکار شقایق داره، چه ربطی به خانم شقایق داره؟ آجیل مشکل گشا چیکار داره به شب یلدا؟ اگه اون ایرانیه آجیل مشکل گشا رو آخونده انداختن بهتون، حالا شب میخوای بشین آجیل بخوری؟ اون موقع شب که میگن خوردن هر چیزی برات ضرر داره. مهمانی 900 نفری، دهان کجی به دکترها و پرستارا. جلسه دولت ورشکسته ترامپ. میدونید که ترامپ هنوز که هنوزه نتونست دولتش رو تکمیل کنه، یا به قول معروف کابینه رو تکمیل کنه. حتی کاریکاتور کشیده بودن، گفته بود که کابینه که کاری نداره، میرم توی کابینت سازی و کابینه انتخاب میکنم. فکر کرده بود کابینه آشپزخونه رو میگن اینجوری اینا. تا امروز که کمتر از یعنی 47 ماه گذشته از حکومت این مردکه الدنگ شارلاتان، نتونست دولتش رو تکمیل کنه و هر چی گذاشته بود همش اکتیف فلان بود، معاون فلان بود، معاون. آخرینش هم گفت این مردکه چاقالو بار، این میره برای دیدن فامیلش و اینها، اینم کرد بیرون، دادستان کل کشورم بعد این همه دستمالی ازی که دست اون بود و واکس میزد و اینا کردش بیرون، یه نفر دیگر جاش آورد و به اون میگه حالا که شما اومدی بیا بچه بایدن رو ببر، به غیر از اینکه دادگاه دلور دنبالشه ببر یک اینجا بهش میگن اسپیشل کانسل یا هم چیزی ببر زیر اون. اونم مثل که گفته من همچین کاری نمی کنم. طرف باید خیلی احمق باشه، چون وقتی این میاد میشه کمتر از یک ماه، میخواد سر کار باشه بیاد برای کمتر از یک ماه خودش رو اینجوری مسخره دست این کنه. پس این جلسه ای که ترامپ گذاشته بود که خیلی از حتی همونایی هم که داره نیامده بودن، چون گفتن برو مردک دیگه وقت نداریم، مسخرش میکردن، میگفتن این وزیر وزرا رفتن دنبال کار، دنبال شغل جدید، رفتن مصاحبه و مرز همین نیامدن تو جلسه. برید بنویسید آخرین جلسه، اینی که همیشه هم دوربین میبرد توی چیزو هی امضا میکرد اینجوری امضای گنده نشون میداد، حتی اجازه نداده بود که دوربین در این جلسه هیئت وزرا یا کابینه دولتش باش. خب دنبال کار بودن، رفت بودن برای استخدام. اجازه بدید من از آقا مسعود تشکر کنم. آقا مسعود یه چیز جالب برات بگم، شما تو کالیفرنیا هستین، شما 3 ساعت از ما جوانتر هستین و عقبتر هستین. باور میکنی که تلفن من، آها این مال کی بوده، من فکر کردم 12:19، عجب، تلفن من امروز پیام شما رو داده، مال 10:19. اون روزم براتون گفتم، حتی داداش من یه پیغامی گذاشته بود بعد گفت زنگ نزدی ولی مشکل حل شد، یه سوالی داشته، گفتم من چیزی نگرفتم، وقتی این تلفن عوض کردم وایس میل گفت که چیز نیست، وایس میل شما ست نشده. وایس میل رو که ست کردم یه دفعه دیدم میگه دینگ 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 دینگ، 13 تا پیغام اومد. به داداشم زنگ زدم گفتم پیامی که شما
نوامبر برای من گذاشتی، الان تو ماه دسامبر آمده. و دوستان اینجا میگن assumption، یعنی تصور نکنید که مثلا من اگر پیام فرستادم برای اکبری، اکبری حتما گرفتتش و از من دلخوره که جواب نداده. اصلا ممکنه نگرفته باشدش به هزار دلیل، از کامپیوترها گرفته تا فیسبوک تا ایمیل تا فلان. در هر صورت بعضی وقتا دبل چک کنید اگه یه چیز مهمی هست، بعدم با این اتیتود یا با این حالت طلبکار نرین جلو. آقا من زنگ زدم چی شد؟ آقا اصلا طرف نگرفته پیغام شما رو. خود من الان فکر کردم این پیغام مال دسامبر 19مه، یعنی فردا. گفتم چجوری آقای مسعود خان از کانادا باید تاریخش 18 باشه، چرا 19؟ حالا نگاه کردم دیدم نوشته اکتبر 19، پیغامش امروز اومده. مسعود جان خیلی ممنونم، من هفته پیش پیام شما رو پخش کردم، امیدوار بودم که شما بعد از اینکه پیام رو و تو برنامه پخش کردم حاضر بشی مهمون ما باشی، ولی چیزی نگفتی، احتمالاً به خاطر اینکه دوتامون ایرانی هستیم ناراحت شدی از اینکه من گفتم. آقا من اصلا منظورم به شما نبود، منظور من کلی بود. آقا دوستانی که طرفدار ترامپ هستین و خجالت میکشید بگید طرفدار ترامپ هستم، خب یه چیزی رانگه. مثل اون کسی که قماربازه ولی نمیگه قماربازم، اون کسی که معتاده ولی نمیگه معتادم، خودش میدونه کاری که انجام میده کار بدیه. کسی که طرفدار ترامپه وقتی میگه من که طرفدار ترامپ نیستم، یا کسی که طرفدار پادشاهیه میگه من که طرفدار پادشاهی نیستم، ولی این سعید میگه هر چی گفتی من دارم گوش میدم، ولی اما که گفتی اینا رو بریزم تو سطل آشغال، حالا از این به بعدش گوش کنم. ولی شما که اینو میگی، نه آقا شاه خیلی آدم خوبی بود. آقا شاه اگر اینقدر دانش داشت خوب بود میفهمید دیگران رو که وارد بودن می آورد سر کار. امروز با آقای امیرحسین لادن هستیم، ایشون یه مقاله ای رو نوشتن که جالبه. چندی پیش هم به من گفته بودن که هر روز 10-12 تا از خبرگزاری های مختلف نگاه میکنن، و مقاله دیروزشون در رابطه با یکی از همین خبرگزاری ها بود به نام دموکراسی ناو، که خود منم این ایمی گودمن اینا رو نگاه میکردم، خیلی از رادیو گوش میدادم، و به یکی از مصاحبا در تارنما اینا ایشون به اصطلاح توجه کرده و گفته که گرسنگی و بدخوراکی دستاوردی برنامه ریزی شده است. این جالب ازشون سوال میکنه، میگن تیم ترامپ، ببخشید بذارید من اینجا یک مقایسه در بانوی اول آمریکا هیلری کلینتون وزیر خارجه رشته حقوق، میشل اوباما وکیل رشته حقوق هاروارد، لارا بوش ریسانس رشته آموزش پرورش دانشگاه تگزاس و سادرن یونیورسیتی، ملانیا ترامپ دیپلم هم نداره ولی تمام عمر با فروش تن به همه چیز رسیده. من فکر نمی کنم این بدبخت به همه چیز رسیده باشه. اینا رو شما نگاه کنید، اولا از اون دوستایی که داره، از صورتش نگاه کن. شما وقتی راه میره ببین اخ کردنش، خندیدنش، این همه زندگیش قلابیه. و کجا بود یه روز با یکی صحبت کردم، گفت آقا پول همه چیز رو حل میکنه. گفتم نه والا، من امروز صبح نوام که یه سال خوردهشه، کوچیکترینش اینه، یکی دیگه هم در راه، یه سال خوردهشه، من یک موزیکی گذاشته بودم، این میرخصید با پا میزد، بعد نگاهی پای خودش میکرد، بعد سرش میورد بالا، قه قه میخندید مینداخت عقب. باور کنید من از خودم پرسیدم من چند میلیون باید پول میداشتم تا میتونستم یه چیزی به این شادی برای خودم بخرم؟ همه چیز این پول و این نیست. شما تصور کن یک ساعت بخوابی تو اتاقی که این ترامپ بغل دستت خوابیده باشه، حالا لخت و تو اون تختش ما نمیگیم، تو همون اتاقی که این خوابیده شما هم خوابیده باشید یک ساعت. حالا این زنی که 20 ساله چقدره، از چه راههایی اومده و وارد شده و اینا آدمای معمولی نیستن، اینا یه آدمایی هستن که یک اشکالایی تو زندگیشونه. و الا مثلا خود ترامپ اگر شعور داشت باید از خودش میپرسید اگه من پول نداشتم، به این وعده پول نمیدادم، آیا این با این هیکل قناس من، با این سن و سال من میومد با من؟
تازه خود زنه رو عکسای لختیش رو نگاه کنید، سینه های که پلاستیکه، هیکلش رو نگاه کنید، چند روز پیش لباس پوشیده بود، یه شلوار سفید با یه کاپشن آبی با کفش پاشنه بلند رو این چمنا، هر وقت راه میرفت هی ته پاشنش گیر میکرد توی. آقا این منتالی زنه دیوانه است اصلا. در اصل تیم ترانسفر ترامپ از بایدن خواستن که ساختن دیوار مرزی را ادامه بده. بایدن گفت تلف کردن پول مالیات پردازان هست و دیوار ادامه پیدا نمی کند. سعید جان یه فیلمیه، نمیدونم اینو ساختن یا نه، از این ور جوشکارا و اینا دارن این درست میکنن. پشت سرشون وقتی داره فیلم میگیره برای تبلیغ، پشت سرشون اون مکزیکی تناب انداخته داره میاد پایین. این خیلی قشنگه و اینا نمیفهمن آقا تو دیوار میسازی 20 فوت 30 فوت، طرف زیرش رو تونل میزنه میاد. یا از این ماشین های چیز کرایه میکنن، چی بهش میگن میکنه خود به خود میاد اینجا. چون شما وقتی دیوار میذاری دیگه خیالت راحته که حالا دیگه دیوار داری، مامورم لازم نداری، دیوارا رو ول میکنی میاد. اونم قشنگ تو مکزیک یه دونه از این ماشین های چی میگن کرایه میکنه، ترنچ، میاد تق 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 میکنه گلارم میرزه بیرون. دیدید که طرف کی بود؟ مانچو بود، کاپانچو بود، کی بود، قاچاقچیه، اومده بود تو زندان مکزیک و اینها ریل زده بود اون زیر، بعد موتور گذاشته بودن براش، سوار موتور میشد روی ریل، تونل زده بودن ریل، حالا راه آهن که نمیشه بگی، ولی رنگ گذاشته. در صورت اینا فقط از حماقت میاد. و یه چیزی دارم اینو من بهتون نشون میدم، نمیدونم که واقعا نوشته اصلی هست یا نه، ولی میگه که به یک این نخست وزیر بود فکر کنم، بعد دوره کندی بود که چیز شد، نه اونی که ترور کردن، این شد رئیس جمهور. بذارین من اینو بهتون نشون بدم، اینو امروز یه نفر فرستاده، مطمئن نیستم که حالا حقیقی باشه یا نه، ولی اون چیزی که نوشتن درسته. خانم ماریا انصاری، بله خیلی ممنون، ایشون هم اینجا هستن و نوشته Understanding Trump Supporters، نوشته برای که بفهمیم اونایی که دنبال ترامپ هستن، LBJ، این لیندن نمیدونم فلان الفامیچ هم یادم رفته، این نوشته که یه دفعه ازش پرسیدن آدمای فقیر چرا طرفدار به اصطلاح ریپابلیکن ها هستن و دنبال روی اونا هستن، جواب داد که If you can convince، اگه شما بتونید اینها رو قانع کنید، جانسون، بله لیندن جانسون میگه اگه شما بتونید اینها رو قانع کنید، افرادی که پایین هستن توی جامعه، شغلی ندارن، کاری ندارن، مثل طرفدارای ترامپ نگاه کنید، وقتی میان 4 نفرشون پیرناشون جمع کنی یه پیرن درست نیست، یکیش آسین نداره، یکیش کوتاه شکمش پیداست، یکیش کونش پیداست، خال همه جاشون کوفتن، چیکار است؟ مثلا فارمره، توهین نمیخوایم به فارمرا کنیم، ولی اینا میگه ما اینا تونستن به این بگن که احساس نکن که تو پایینی بدبختی، تو بالایی، سیاه‌پوسته پایینه، اون یکی خارجی پایینه، و اینها بهشون احساس برتر بودن میفروشن و به خاطر این میتونن دست بکنن توی جیبشون. If you can convince the lowest white man he's better than the best color، اگه شما بتونید بدترین و پایینترین رو قانع کنید که اون بهتر از بالاترینه، بگو آقا مارتن لوتر کینگ کیه، دکتر فلانی کیه، اون سیاهه، اون از تو پایینتره، he won't know، میگه اون نمیدونه که تو داری دست میکنی تو جیبش، he'll give he will give him someone to look for، میگه شما به اون یه نفر رو میدید که اون هر وقت دلش خواست نگاه پایین کنه، حتی اگه اون پایین نباشه ولی اون اینجوری نگاه میکنه. این کاری بود که ترامپ انجام داد. شما، من بارها گفتم، یکی از دوستان ما بیاد بگه آقا توی دوره ترامپ توی این 4 سال وضعش بهتر شده، این اون روز پتیک برای من نوشته بود آقا من چوبی رو که میخریدم 11 دلار الان باید بخرم 25 دلار، یعنی چقدر؟ 2.5 برابر. آیا میتونه دستمزدش رو 2.5 برابر از مردم بگیره؟ نمیتونه که. همین امروز برای من نوشته بود اسم یه لابراتواری، اگه اشتباه نکنم نوشته بود اسم لابراتواره اینه، اسم خیابونه اینه، اسم شهرم اینه. ببین ترامپ، میگم ترامپ، پتیک عزیز، وقتی که یادم چند مدت پیش یه نفر شیرازی
خزایی اگه اشتباه نکنم، که بعضیا خزایی هم میگه، یه سب دیویژن ساخته بود اینجا و اسمش گذاشته بود شیراز. توی آمریکا اینجوره، ببین مثلا یه سری از هلند اومدن یه جایی رو رفتن گفتن اسمش هلنده، یه جایی اومدن گفتن نیو انگلنده، یه جایی گفتن لیورپول، یه جایی گفتن هانوور، اسم خودشونو گذاشتن که اینجا احساس خونه بودن بهشون دست بده. وقتی که این شرکت‌های بزرگ مخصوصا لابراتواری که مثلا الان مریضی چیز و اینا رو آزمایش میکنه، کووید و اینها، میان یه جایی رو میخوان، نمیاد که وسط شهر یه زمینی بخره، میره یه جای دور افتاده یه زمین بزرگی میخره، اونجا یه شهر درست میکنه. خب اصلا خود اونجا رو من هفته پیش میخواستم یه مودم، یه راوتر پس بفرستم برای ورایزن، بعد آدرسش که زدم دیدم نوشته ورایزن وان، اصلا اسم ساختمونه، اسم بیلدینگ ورایزن وان، تو کدام خیابونه؟ تو خیابون ورایزن، تو کدام شهره؟ تو شهر ورایزن. همه اینا رو به اسم خودشون مینویسن. اون چیزی که شما نوشتین این بود، سند یو ال چاپو پرسونال مسیج، بذارش اینجا دیگه، چرا برای من میفرسی؟ این چی نوشته؟ سند یو ال چاپو مسیج. این ال چاپو بود اسم اون به اصطلاح قاچاقچی که بهتون گفتم چیز زده بود. خب از آقا مسعود ممنون و متشکرم. این پیام ماها پیش باعث شد که من تشکر کنم از شما و منتظر بودم که این هفته پیامی چیزی بذارید، نذاشتید. درباره آقای عباس سعیدی برادرش صحبت کردم، آقای سعیدی یه پیغام برای من گذاشته که به زودی ویدیوهاشون از طریق یوتیوب، از طریق فیسبوک پخش میکنن، اگه خواستن توی تلویزیون مردم هم ما میتونیم براشون پخش کنیم. و اما آقای حسن ارشاد، این دوستی که 297 برنامه تا حالا از ایران تهیه کرده و فرستاده، برین برنامه های روز اولشو نگاه کنید، برنامه های الان نگاه کنید، سیستمی که داره استفاده میکنه از سیستم ما بهتره. من اینجا اگه یه عکسی نشون میدم بعض وقتا نوشتش درست خونده نمیشه، ولی ایشون قشنگ اجرا میکنه، قشنگ صحبت میکنه. و برنامه شماره 297 رو ساعت 4 بعد از ظهر، یعنی حدود 39 دقیقه دیگه اینجا میبینید. الان شد 38 دقیقه دیگه، 8 دقیقه دیگه با آقای امیرحسین لادن خواهیم بود و ساعت 4 با آقای حسن ارشاد. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید و بیاین صحبت کنید. اون کسی که your facebook messenger، چشم اجازه بدین نگاه کنم، my facebook messenger راهکار برای وضعیت اینه، go ahead trump build that wall we build tunnels since آهان، عکس شما با مسیج نمیتونی بفرستی. بله اینم یه اشکاله. خب شاید هم میگن اگه اونجوری باشه. بله این ال چاپو آدم جالبیه، با وجودی که خاطی قانونه ولی مردم دوستش دارن، مثل که کمک میکنه به مردم، به همین خاطر اونا جان خودشون به خطر میندازن. میگه این پیغام داده بوده اون موقع برای ترامپ که برو برو جلو دیوارو بساز، ما تونل ساختیم اون زیر. مخلص یا خالصانه آقای ال چاپو، ال چاپو رو توی گوگل کلیک کنید، چیزهای جالبی ازش میتونید ببینید. و اما خب بذارید من باورتون میشه الان چند جلسه هست اصلا به این چیزهایی که میذارم که توی برنامه بگم نمیرسم. یکی از اینا اینه، این استیمولس پکیج، پولایی که میخوان بدن، دوباره قرار شده $600 نفری بدن به هر آمریکایی، که به نظر من این کار بیخودیه، با فقط به اونایی بدن که کارشون رو از دست دادن. اینجوری به منی که مثلا حقوق میگیرم، شما $1,200 قبلا دادی، $600 حالا میدی، چه فرق میکنه؟ اینو بده به اونایی که داری به جای $600 بهشون $300 میدی. بعد هنوز بینشون حرف و گفت شنود هست که بشه یا نشه. گفتن قبل از اینکه بریم تعطیلات کریسمس این کار رو انجام بدیم، ولی تا امروز به جایی نرسیدیم. جمعه هست، اجازه بدین این دوستمون، من اون روزم سوال کردم ولی نمیدونم، که همون آقای سلطانی هست، فکر کنم ایشون از آلمان باشه، قبلا هم برای ما کتابی چیزی فرستاده بودن، علی سلطانی، روی ایمیلشون فقط ای سلط نوشتن، یه چیزی نوشته بودن که ملت بیخیال نترسین، صدای موزیک بزنید،
من نوشتم که ای بی ام نداره، بعضی وقتا وقتی کاری نمیتونه انجام بده، یادتونه اون فیلم گنج قارون هم میگفت بزن بر طبل بیاری که آن هم عالمی دارد. یعنی دیگه وقتی کاری ازت بر نمیاد بیخیال شو. حالا این بیخیال شدن هزار تا راه داره، یکی میره معتاد میشه، یکی هم میبینی مثل این خیلی قشنگ، ببینیم با هم. دوستان دمپایی این آقایی که میرخصه دقت کنید، من خودم از این دمپایی های پلاستیک داشتم که وقتی پاره میشه چجوری مشکل پاتونو توش نگه دارید، ولی ببینید چجوری از ته دل داره میرخصه. تمام مالش از این دنیا همین مال خریه که اونجا وایساده، ولی خره رو ول کرده، میگه بذار من یه قری بدم، حالا مردمم میان کمک میکنم، پول میدم. نگرانم که این آقا با پولی که جمع میکنه فردا ببینه این رقصیدن بیشتر پول در میاره تا با خرش بار ببره، اونو ول کنه بیاد سراغ رقصیدن و به زودی سر از کالیفرنیا. ضبط صداش روی خرشه، من متوجه نمیشم. این احتمالا یکی از دستگاه کوچولو گذاشتن یا یه جایی یکی داشته موزیک پخش میکرده این وایساده میرخصه. این روزا این چیزها خیلی ارزونه، 40-50 دلار اینجا، میکروفون و کاروکی همه چیه. تو ایران هم که دیگه اونا ماشالله از ما چند قدم جلوتر هستن. ضبط صداش روی خرشه. آهان، ضبط صوتی که اینو پخش میکنه رو خر بود، من از همین خره که رفت نمیدونم، اونو دقت نکردم. خب اینم از این برنامه. قبل از برنامه من امروز یه برنامه فوق‌العاده بود که 4 تا مهمان داشتیم در رابطه با کانون آوا، در رابطه با مجاهدین. حتما شنیدین که صحبتایی هست که مجاهدین رو میخوان از آلبانی بفرستن به شاخ آفریقا، بفرستن به قاره آفریقا، اریتره، اتیوپی و اینها، و یه کسی مغز تو کله اینا بذاره بگه آقا بیا برو. نمیدونم، دیروز که برای تست کرونا در صف بودم، خانمی به علت بلندی کانکریت ریشه درخت به زمین خورد، خوشبختانه آسیب ظاهری ندید. گفتم عکس بگیر و به شهرداری شکایت کن. حالا میخواد خودم به شهرداری زنگ بزنم. لطفاً اگر تمایل داشتی اعلام کن که مردمی که پیاده روی میکنن مواظب پستی و بلندی زمین باشن. خیلی ممنون. دیدم اتفاقاً یه دفعه پتیک از این ماشینای سنگ تراشی برداشته و کانکریتا رو که بالا و پایینه میتراشه تا همردیف بشه. گفتم آقا فردا یقتو میگیرن میان سود میکنن. باورت میشه شما نمیتونی یه تابلوی بذاری، یه کاری بکنی، باید زنگ بزنی مسئولین شهرداری و اینها بیان. میآید با این کار پول جمع میکنن. بله، خب بدم نیست اینجوری پول جمع کنن، بهتر از اینی که معرکه بگیرن روزه غمناک و به اصطلاح برای مردم بخونن. اینم از این. ممنون دوستان. آقای پتیک میگه برای تست کرونا. راستی این تست کرونا اگه مجانی باشه، زودم انجام بشه، شما انجام میدید؟ آخه مشکله، فکر کنید من رفتم اینجا توی نیم ساعت تست دادم، به هم گفتن کرونا داری، حالا چه خاکی باید به سرم بریزم؟ اگه بگن نداری که میگم آقا من کرونا ندارم، هر جو دلم خواست میرم. فهمیدی؟ اگه بگم هم دارم، از اون بعد سالها پیش یادمه این آقای فیلابی یکی اومده بود تو یارد ما، از این سلزمن ها یه دستگاهی میداد، میگو این روغن کامیوناتونو بریزین تو ای، ما براتون امتحان میکنیم، بهتون میگیم یاتاقانتون چه حل، نمیدونم این چه دینا. بعد آقای فیلابی گفت چیه؟ گفتم اینجوریه. گفت بده من، از من گرفت روغن رو ریخت،
گفت آقا امروز داریم میریم و میایم بدون نگرانی، از فردا بهت میگه تو مثلا یاتاقانت 40% باقی مونده، تو همش نگرانی که الان این 40% هم کی تموم میشه و به قول معروف پیستون میزنی یا میلنگت خط ور میداره و اینها. بعضی وقتا ندانستن نعمتیه که خیلی خوبه و اون توفیق خوشبخت آن که الاغ آمد و خر رفت، بیچاره آن که گرفتار عقل شد. خب دوستان عزیز، ساعت 3:13 است. اجازه بدین من با آقای لادن صحبتی داشته باشم درباره این مقاله‌ای که نوشتن، و شما هم در حین برنامه اگر سوالی دارید یا نظری دارید میتونید مطرح کنید و ایشون لطف کردن همیشه پاسخ دادن. ولی یه چیزی که من از ایشون یاد گرفتم، به بعضیا اصلا نمیخوان جواب بدن و میگن نه ارزش به اصطلاح وقت گذاشتن داره و نه جواب دادن. از این بابتم باز از ایشون ممنونم که ما یاد گرفتیم و باز هم هر هفته سعی میکنیم یاد بگیریم. دوستان عزیز، با آقای امیر حسین لادن هستیم، بهشون خوش آمد میگم و سلام میکنم. آقای لادن، شما چند وقت پیش تو برنامه در مورد اینکه هر روز صبح 10-12 تا از خبرگزاری‌های مختلف رو سر میزنید و مرور میکنید و اینها به ما گفتید و نوشته دیروزتون در رابطه با یکی از همین خبرگزاری‌ها بود که یک مصاحبه در تارنمای خبرگزاری دموکراسی ناو هست که اون خانم امی گودمن، اینا هم همه به اصطلاح میشناسیم و از برنامه‌های خوبشون لذت میبریم. من توی این دیدم که شما نوشتید گرسنگی و یعنی نقل قول کردین گرسنگی و بدخوراکی دستاوردی برنامه ریزی شده است. حالا سوال اینه که گرسنگی برنامه ریزی شده چیست و چگونه است؟ خیلی ممنون، بفرمایید، سراپا گوشیم. درود بر شما جناب سربی، بر بینندگان تلویزیون مردم، بر هممیهنانمون. پیش از اینکه بپردازم به اشارتون و پرسشتون، خوشحالم که داریم از شر ویروس ترامپ راحت میشیم و یک ویروس کرونا هم به خاطر این واکسن ها یک روزنه‌ای در پایان اون تونل سیاه داریم میبینیم و امیدواریم که در آینده نزدیک، شاید تا نوروز خودمون، از شر هر دوشون خلاص شده باشیم. در رابطه با مرور مطالب توی صبح هر صبح من این کار میکنم و سالهای ساله که دارم این کار رو انجام میدم، که در حدود 15 تا 10-12 تا خبرگزاری مختلف رو هر روز صبح مرور میکنم. عادت بسیار بسیار مثبتیه و اندیشکده هم اینو آموخته و تمام اعضای اندیشکده همین کار رو انجام میدن. ببینین، برای مثال در بین خبرگزاری ها در آمریکا، من نیویورک تایمز، واشنگتن پست، کامن دریمز، دموکراسی ناو و دو ست دیگر رو مرور میکنم. در انگلیس گاردین، اکونومیست لندن، بی بی سی، در اسرائیل هارتس، اورشلیم پست، و در داخل ایران چندین خبرگزاری و همینطور خبرگزاری‌های فارسی خارج از کشور. حسن این کار، غیر از این که خب شما میخوای بدونی در دنیا چه خبره، چون دیدها از زاویه‌های مختلف میان، شما مسائل رو روشن‌تر و واضح‌تر می‌بینی. یعنی یک بعدی دیگه مسائل مطرح نمیشه. و اما در رابطه با پرسشتون، اینکه گرسنگی برنامه ریزی شده است، در اون مصاحبه، اصلا مصاحبه بر این اساس بود که برنامه جهانی غذا که وابسته به سازمان ملل، به خاطر تلاش خستگی ناپذیرش در سال گذشته برنده جایزه صلح نوبل شده. و اینا سال گذشته در
برای بیش از 100 میلیون انسان در 88 کشور غذا تهیه کردن و یاری رسانی کردن. مدیر اتحادیه دانشمندان برای تغذیه و محیط زیست یه جمله داره که در این مصاحبه گفت، میخوام براتون بخونم. میگه کره زمین 1.5 برابر نیازش برای سیر کردن تمام مردم جهان کالوری تولید میکند، پس چرا هنوز عده کثیری گرسنه هستند؟ و سال گذشته 3 میلیون کودک در اثر گرسنگی و بدخوراکی جان سپردن. بعد خودش در پاسخ میگه مسئله برعکس تصور ما، تصور اکثر ما، ربطی به قحطی و خشکسالی ندارد. اکثر مواقع نتیجه اعمال ما و سیاست‌های عمدی است. برای نمونه میگه که نگاه کنین به کشور یمن. یمن در حال حاضر یکی از مناطقیه که گرسنگی و بدخوراکی داره بیداد میکنه. ولی میگه این نگاه کنین میبینین که این کشور که یک جنگ نیابتی بین عربستان و ایران در یمن هست، سیاست عربستان در یمن شیوع گرسنگیه و هدفش اینه که با گرسنه نگه داشتن ملت، جنگجویان و معترضان اون کشور رو مجبور به تسلیم بکنه. بنابراین گرسنگی در یمن نتیجه یک برنامه عمدیه. ولی چند نمونه دیگه هم هست. یکیش از تولید فرآورده های فروشی. میدونین که قهوه، چای، کاکائو و جتروفا که برای سوخت ازش استفاده میکنن بهش میگن کش کراپ، یعنی بلافاصله میتونین تبدیل کنین به پول نقد. پس بنابراین خیلی کشورها رفتن به دنبال این و چون خودشون این توانایی ها رو ندارن اجاره میدن، بخشای عظیمی از زمین های کشورشون رو اجاره میدن. برای مثال آفریقا، ما تصورمون اینه که آفریقا از نظر توسعه اقتصادی، از نظر تولیدات کشوری، کشاورزی ناتوان، کاملا نادرست و کلیشه‌ایه. آفریقا نه تنها قادره که آفریقایی ها رو سیر کنه، بلکه بیشتر از نیاز ساکنانش کالوری تولید میکنه. برای مثال کشور حاصلخیز سودان در آفریقا به تنهایی میتونه نان مورد نیاز کل قاره رو تامین کنه. پس مشکل چیه؟ همونجور که اشاره شد، برخی از حکومت‌ها در آفریقا خاک کشورشون رو به بیگانگان اجاره میدن. حکومت‌های غیر دموکراتیک و خودکامه زمین‌ها و بخش‌هایی از کشورشون رو برای درآمد بیشتر به شرکت‌های خارجی به ویژه چینی‌ها اجاره میدن. البته ما نمیتونیم چین و کشورهایی که میان زمین رو اجاره میکنن اعتراضی بهشون داشته باشیم، چون اونا دنبال منافع خودشونن. مسئولین و مجرمین حقیقی حکومت‌های غیر مردمی هستن که جان و سلامت ملتشون رو برای پول به مخاطره میندازن. اینجاست که ربط پیدا میکنه گرسنگی به خدا، به مردم سالاری. شما نگاه کنین که مردم سالاری تنها برای داشتن یک حکومت مردمی نیست. مردم سالاری برای برخورداری از حق حیاته، برای زندگی سالم و انسانیه. سیاست های حکومت های خودکامه و خداسالار مانند رژیم فقاهتی تو مملکتمون تنها بر اساس ارجعیت های آخوندا و بقای حکومت خودشونه. مردم نه تنها کوچکترین نقشی ندارن، بلکه به هیچ وجه
به حساب نمیان، از ارزش و حیثیت انسانی برخوردار نیستن. سپاسگزارم. بسیار ممنونم. شما فقر و گرسنگی در ایران رو نتیجه خودکامگی و فرقه‌گرایی رژیم میدونید. حالا پرسش این است که چه رابطه‌ای بین خودکامگی و فقر و فرقه‌گرایی و گرسنگی شما میبینید؟ پرسش بسیار منطقی و بجاییه. اول بذارین فقر رو، یعنی واقعیت فقر و گرسنگی رو از زبان خود رژیم بشنویم، ببینیم چی میگن. میگه آمار فقر در ایران، این بر اساس اظهارات وزارت کار و کمیسیون اجتماعی مجلسه که میگه آمار فقر در ایران 32% جمعیت، یعنی 1/3 کل کشور زیر خط فقر زندگی میکنه و تعداد گرسنگان 5 میلیون تن میباشد. خب این دیگه آمار خود رژیم. حالا حتی عده میگن نه این دروغه، 50% کشور زیر خط فقر. حالا به اون باشه برای بعد. و اما این مسئله خودکامگی، آخونده قرن هاست که این توهم رو به وجود آوردن که نماینده خدا، جانشین پیغمبر و این، میگم این توهم وجود آوردن، یه شده فلسفه. برای مثال فلسفه ولایت فقیه بر این باور پایه‌ریزی شده که ماها مردم قادر به تشخیص راه از چاه نیستن و باید ملاها برامون تصمیم بگیرن. خمینی تو کتاب ولایت فقیه می نویسه، این جمله خودشه، یه خود ربان نیست ولی بازش میکنیم، میگه مردم بر طریقه معین نمی روند و قوانین الهی برپا نمی دارند مگر فرد یا قدرت بر ایشان گماشته شود که عهده‌دار این امر باشد و نگذارد پا از دایره ایشان بیرون نهد. یعنی خمینی میگه که مردم نیاز به آقا بالا سر دارن که بازور اونا رو تو خط نگه داره و مینویسه در ادامه، مردم ناقصند و نیازمند کمالند و ناکاملند. یعنی باورش اینه که مثل گوسفند هستیم و نیاز به هدایت ملاها داریم. خطای بزرگ ما مردم پذیرفتن این ذلت. ما به عقب افتاده ترین، کمدان ترین قشر جامعه، اینو قبلا تو برنامه‌تون گفتم، میگیم علما. ببینیم ما چقدر بدبخت. این بخشی از بت‌سازی و بت‌پرستی ماست. شما نگاه کنید به این 4 دهه گذشته، هممون شاهد رفتار خصمانه، خشونت آمیز یه طرفه حکومت با مردم بودیم. چنانچه بپذیریم در رژیم فقاهتی ما مردم نقشی در تعیین سرنوشت خودمون نداریم و به حساب نمیان. بنابراین نباید این همه بی‌عدالتی رو تحمل کنیم. مردم سالاری تنها درباره نوع حکومت نیست، بلکه مسئله مرگ و زندگیه. زیستن نکبتبار تحت قیمومت حکومت خودکامه و خداسالار مثل مردن تدریجیه. مشکل رژیم آخوندی تنها خودکامگی نیست، در صورت که خودکامگی به تنهایی برای سرنگونی و جایگزینیش کافیه، بلکه مشکل بیکفایتی، بیلیاقتی و کمدانی مزمن دست در دکانار رژیمه که فجایع جبران ناپذیری رو برای مردم و میهنمون رقم زده. یه فقره از این کمدانی رو با هم مرور میکنیم و واقعا اسفناکه. پس از انقلاب مردمی 57 و به بیراه کشیده شدن جنبش آزادی خواهی و استقرار رژیم آخوندی، خمینی گفت، این جمله خمینی، ما امروز 33 میلیون جمعیت داریم
در ایران اسلامی 150 تا 200 میلیون جمعیت می توانند در رفاه زندگی کنند. این جمله خمینی جمعیت ایران رو 1.5 برابر کرد و همین سیاست جاهلانه خمینی رو بعداً خامنه ای ادامه داد، تایید کرد و گفت، باز دوباره این تو گیومز، جمعیت ایران باید افزایش یابد و فرزند آوری باید به فرهنگ تبدیل شود. وقتی شما به این سخنها گوش میدین کاملا شبیه به فتواست، ولی نه بر اساس توانایی ها و داده های کشوره و نه بر پایه نیازهای جامعه. سخنانیه که سیاست یک کشور و سرنوشت یک ملت رو برای نسلها تحت شعاع قرار میده، ولی بدون مشورت با کارشناسان، بدون برنامه ریزی هوشمندانه، بدون سرمایه گذاری مورد نیاز. یعنی تصمیمی که زاییده توهم رهبر همه چیزانه که فکر میکنه که صلاح مردم و صلاح امت اسلامی رو بهتر از خودشون میدونه. و اما بد نیست که ببینیم ازدیاد جمعیت چه نیازهایی داره. من چند تا از اون نیازها رو نوشتم براتون میخونم. ازدیاد جمعیت نیاز به بهداشت و تغذیه برای نوزاد و مادر داره، همراه است با نیاز به تعلیم و تربیت در خانواده، نیاز به کودک سرا و مهد کودک برای آموزش و پرورش، نیاز به مراکز آموزشی، آموزگار و بودجه، نیاز به درآمد کافی برای خانواده با فرزندان جدید و نیاز به شغل و کار پس از فارغ التحصیل شدن این نسل جدید و ده ها نیاز دیگر. خب ببینین این حرکت فاجعه آور، ازدیاد جمعیت بدون برنامه، بدون هیچ آمادگی، زمانی انجام شد که جمهوری اسلامی کشور رو به جایی رسونده که قادر به تأمین نیازهای ابتدایی ساکنانش نیست. حالا وای به حال نسل بعدی. و مردمانمون از حد اقل امکانات زندگی برخوردار نیستن. سپاسگزارم. ممنونم. منظور شما از ارجحیات های غیر ایرانی و سیاست های فرقه ای چی هست؟ پرسش بسیار بسیار خوبیه. ببینین ارجحیات های غیر ایرانی و سیاست فرقه ای یعنی ارجحیات های حکومت غیر مردمیه. غیر مردمی بودنش هم زاییده اندیشه خمینی. اگه خاطرتون باشه یک بار اینو تو برنامه بهش اشاره کردن که خمینی گفت ایران وجود نداره، جز اسلام هیچ چیز وجود نداره. این دید خمینی، اسلام خمینی و ملاها، یعنی شیعه گری به ویژه شیعه علوی که یه نوع فرقه گرایی جایگزین سیاست و ارجحیت‌های رژیم شد تو منطقه. یهویی لبنان و عراق و سوریه و یمن به ایران ارجحیت پیدا کردن و سرمایه های ملی میهنمون رفت برای دوباره سازی لبنان و عراق. بکنم همه هممیهنانمون یا اکثر هممیهنانمون تصویرهای زیبای آپارتمانها، مدارس مجهز، بیمارستانهای مدرن رو تو بیروت دیدن، در حالی که خرمشهر هنوز نیازمند و نیمه ویرانه. رژیم داده های کشور رو به جای دوباره سازی مناطق آسیب دیده در زمین لرزه کرمانشاه و استانهای سیل زده میهنمون داره صرف جنگ
در سوریه و یمن میکنه. این ولخرجی ها در صورتی داره انجام میشه که دستن در کاران حکومت سطح، این خیلی جالبه، سطح دستمزد کارمندان و کارگران رو عمدن انقدر پایین نگه میدارن که همیشه محتاج و گرسنه و عریان باشن، مثل برده. رژیم فقاهتی نه تنها ثروت‌های ملی و آنچه متعلق به ملت ایرانه میدوزه و ریخت پاچ میکنه، مدتیه که داره استقلال و تمامیت ارضی کشور رو نیز مورد تعرض قرار میده. چند نمونه رو با هم مرور میکنیم. برای مثال معامله کردن و واگذاری بخشی از دریای خزر به ارباب روسی رژیم، قرارداد صید ماهی، این جمله از اینجا برای بیننده ها میخونم در چند لحظه، قرارداد صید ماهی در سواحل خلیج فارس که به گفته فرمانده نیروی دریایی، این گفتمالی ایشونه، فرمانده نیروی دریایی سپاه، چین سال هاست به صید بی‌رویه در سواحل ایرانی خلیج فارس میپردازد و صیادان محلی را با فقر و به فقر و تنگ دستی کشانده است. و اما جز این قراردادها، فراموش نکنین قرارداد 25 ساله با چین که بخشای عظیمی از کشورمونو برای یک ربع قرن در اختیار چین گذاشته. هممونم با فاجعه محیط زیست، نابودی منابع آبی تو ایران آشنایی داریم. بی‌لیاقتی، بی‌کفایتی، بی‌برنامگی رژیم آخوندی جنگل‌ها رو ویران کرده، منابع آبی و محیط زیست رو به شدت آلوده کرده. اینی که میگیم فقر و درماندگی در جمهوری اسلامی عمدی و برنامه ریزی شده است، در این راستا است و زایده سه تا مسئله خیلی خیلی اساسیه: سیاست غیر ایرانی، فساد گسترده حکومتگران و اینکه دارن بخشایی از کشورمونو به حراج میذارن و سرمایه های ملی و داده های کشور همه به تاراج میره، یعنی حتی استقلال اقتصادی ایران داره به مخاطره میفته. اندیشکده آگاهی و شناخت در چنین حالتی پیشنهاد میکنه از خودمون بپرسیم آیا این همه تجاوز به حقوق ما، نابودی سرمایه های ملی ما، به مخاطره انداختن آینده ما برای به پا خواستن کافی نیست؟ آیا چنین رژیمی بهترین کاندید برای براندازی نمی باشد؟ سپاسگزارم. ممنونم. شما در رابطه با براندازی صحبت میکنید، یکی از دوستان سوالی کرده که من الان براتون میخونم، ولی قبل از اون آقای احمدعلی مسعود انصاری روی فیسبوک نوشتن خانه از پایبند ویران است و خب بالاخره خانه ویران رو هم میشه ساخت، مهم اینه که اول بفهمیم ویران هست، قابل زندگی نیست، بعد درستش کنیم. بله، میگن که راه حل و یا پیشنهاد شما برای براندازی این رژیم منحوس چیست؟ و پرسش ادامه پیدا میکنه که چندین بارم قبلا دیگران پرسیدن، مشکل ما جمهوری اسلامی است، چرا شما در مورد خاندان پهلوی و سلطنت می نویسید و صحبت میکنید؟ سپاسگزارم. این پرسش بخش دوم که اشاره کردین ده ها بار از خود من هم پرسیدن و برام فرستادن. ببینین، نگاه کنیم به بخش نخست گفتتون که به نظر من کاملا منطقیه، یعنی پرسش رو درستی، ولی بعد نگاه کنیم که ببینین هدف این مقاله چی بود. هدف مقاله این بود که بیاد به نمایش بذاره سیاست و برنامه رژیم در مورد فقر و گرسنگی.
پس بنابراین مقاله در مورد فقر و گرسنگی و سیاست رژیم، نه در مورد براندازی. دوم اینکه متن نوشته باید هدفمند باشه، یعنی در چارچوب عنوان. در ضمنی که یه مقاله یه محدودیت هایی داره، شما فقط فرض کنین 500 واژه 1000 لغت میتونین استفاده کنین و یه مقاله بنویسین، بی انتها نیست و از حوصله خواننده میره بیرون اگه بخواین خیلی تورانیش کنین. ده ها بارم به خود من گفتن که اگه بخوای زیاده نویسی کنی تعداد خواننده ها رو به شدت کاهش میدی. و سوم، نوشته باید متمرکز و مطالب مرتبط و روان باشه. این پاسخ من راجع به اون پرسش نخست. و اما در مورد پرسش دوم که مشکل ما جمهوری اسلامیه و چرا من در مورد خاندان سلطنت و خاندان پهلوی و سلطنت می نویسم، برای آگاهی همیهنانمون، نیمی از نوشته های من مستقیم و غیر مستقیم در مورد جمهوری اسلامی. و اما این که چرا در مورد سلطنت می نویسم و صحبت می کنم، برای اینکه مشکلات میهنمون رو نتیجه 2500 سال سلطنت های خودکامه و خداسالار می دونم. عقب افتادگی کشورمون، درماندگی مردممون و آسیب دیدگی فرهنگمون، همه از دید من زاییده حکومت‌های مطلقگرا و مدعی مشروعیت الهی. سلطنت موهبت الهی است، خدا و شاه میهن. مشکل ما اینجاست. در ضمنی که شما نگاه کنید، زمانی نیاز به نوشتن و گفتن در مورد سلطنت پایان پیدا میکنه و ما دست از سر سلطنت بر میداریم که سلطنت دست از سر ما برداره. تا زمانی که دشمنان و بدخواهان ایران دنبال دوباره سازی سلطنت و وابسته کردن ایران هستن و میخوان با بودجه های چند صد میلیون دلاری عربستان، همکاری اسرائیل و زور آمریکا آلترناتیو سازی کنند، ما در اندیشکده وظیفه داریم که در حد تواناییمون باش مقابله و مبارزه کنیم. سپاسگزارم. بسیار ممنونم از شما. من برای شما بهترین ها را آرزو میکنم و فکر کنم دیگه دیدار ما میشه به سال 2021. پیشا پیش این سال رو هم بهتون تبریک میگم و امیدوارم که سالی بهتر باشه. شما مایل هستید در رابطه با واکسن کرونا بگید که میزنید یا نمیزنید؟ این یه سوال شخصیه، میتونید پاسخ ندید؟ نه حتما. ببینین، باید بر هر کاری، هر تصمیمی که آدم میخواد بگیره باید بذاره روی ترازو، به قول خودمون سبک سنگین کنه. و وقتی نگاه میکنیم، الان شما نگاه کنیم به اون سیری که سیر سعودی که در آمریکا داره طی میشه، که میلیون ها نفر دارن مبتلا میشن و هزارها نفر در روز دارن تلف میشن. این اگه شما نگاه کنین به این سیر سعودی، اجتناب ناپذیره که شانس هر کدوم از ما از مبتلا شدن، به بیمارستان رفتن و درگذشتن به شدت داره میره بالا. چنانچه اونو بهش نگاه کنیم، زدن این سرم واکسن، چی گفتید جان؟ واکسن زدن واکسن فکر کنم کار عاقلانه ایه. من نوبتم که بشه این کارو میکنم. ممنونم از شما و بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. خیلی ممنون که با ما بودید. سپاسگزارم. منم برای شما و همیهنانم.
مرسی. دوستان عزیز، با آقای امیر حسین لادن بودیم در طی صحبت و گفتگو با ایشون. راه ها و مشخصات تماس رو هم گذاشتیم، میتونید مستقیما با ایشون یا با اندیشکده تماس بگیرید. خیلی ممنون از شما که با ما بودید و لطف کنید تلویزیون مردم رو به دیگران هم معرفی کنید. آقای انصاری ادامه دادن تنها اپوزیسیون جمهوری اسلامی خود جمهوری اسلامی است. بزرگترین دشمن ما جهالت خود ما می باشد. تا خود را نشناسیم و خود را اصلاح نکنیم به جایی نمی رسیم. حرف بسیار درستی است و خیلی حرف ساده و صادقانه ای. دوستان از این که با ما بودید ممنونم. بهترین حال براتون آرزو میکنم و میریم سراغ برنامه آقای حسن ارشاد شماره 297 که در مورد ایشون نقد داره به آموزه‌های بهایی. شما هم میتونید مستقیما با خود ایشون تماس بگیرید. خیلی ممنون و برنامه ها رو پی میگیریم. مرسی.